خب برنامه امروز کانون راهآورد اختصاص داره به معرفی کتاب آقای رضا کاظمی‌زاده، کتاب جدیدشون به اسم روانشناسی خشونت سیاسی. این ما قبلا کتابخونی داشتیم در کانون، ولی این دفعه یه مقدار برنامه رو گفتیم متفاوت برگزار بکنیم، به این شکل که قبلش خودمون کتاب رو مطالعه کرده باشیم و بعد با نویسنده راجع به مضامین کتاب، چیزایی که نوشته شده، خودمون بحث بکنیم و بعد حاضرین هم بتونن پرسش و پاسخ بکنن با نویسنده. به خاطر همین الان شروع برنامه با معرفی خود آقای کاظم‌زاده است، بعد آقای خسرو تجربه کار همکار ما برداشت خودشون از کتاب، چیزی که خوندن، مسائل مهمی که در کتاب برجسته است اونو معرفی میکنن، بعد آقای کاظم‌زاده خودشون راجع به کتاب یه مقدار حرف میزنن و بعد ما سه نفر در مورد مفاهیم اصلی کتاب با ایشون صحبت میکنیم، پرسش میکنیم، پاسخ میشنویم و بعد یه استراحت خواهیم داشت و بعد شما میتونین با نویسنده گفتگو کنیم. آقای کاظم‌زاده روانشناس بالینی و رواندرمانگر خانواده هستن. او تحصیلات خود را در دانشگاه اولبه بروکسل و دوره تخصصیش را در دانشگاه اوسیل شهر لوون در بلژیک به پایان رساندند. از ایشون تاکنون دو کتاب ادبیات، فرهنگ و جامعه از منظر روانشناسی در سال 2008، روانکافی بوفکور در سال 2009 به چاپ رسیده است. کتابای آقای کاظم‌زاده اینجا رومیز، هر کدوم رو بخواین میتونیم خریداری بکنیم. کتاب آخر پس از سالها تو ایران بالاخره تونست منتشر بشه با نام دیگری که نمیدونم اسمش چی بود تو ایران. همچنین از ایشان مقالات متعددی در زمینه روانشناسی خشونت، روانشناسی خانواده، نقد ادبیات، بررسی روانکاوانه آثار صادق هدایت، نقد فیلم، بررسی برخی از آثار اصغر فرادی، حمید نعمت‌الله و مازیار میری در مجلات داخل و خارج از ایران منتشر شده است. با این حال علاقه و مرکز اصلی کارهای تحقیقی او مطالعه فرهنگ، به ویژه فرهنگ ایرانی از منظر علوم روانشناسی است. او در این حوزه مقالاتی در باب مفاهیمی همچون تعارف، آبرو، احترام و غیبت نوشته است. آقای کاظم‌زاده در حال حاضر مدیر کلینیک رواندرمانی اکسیل در شهر بروکسل است. اکسیل یکی از قدیمی ترین مراکز درمان در اروپا است که در آن با قربانیان خشونت سازمان یافته کار می‌کنند. رضا کاظم‌زاده همزمان در زمینه روانشناسی فرهنگی در چند مدرسه عالی بلژیک دوره آموزشی برگزار می‌کند. ایشان به همراه گروهی از روانکاوان و روانپزشکان ایرانی در خارج از کشور هر سال همایش روان پژوهان ایرانی در خارج از کشور را برگزار میکنند. ما تاکنون چند بار پذیرای آقای کاظم‌زاده بودیم در آخر و برای دوستان راهآورد چهره آشنایی هستند. خسرو میتونه صحبت کنه. با سلام خدمت دوستان، امروز وظیفه معرفی کتاب رو من قرار گرفته. من ابتدا یه معرفی کلی در رابطه با ساختار و محتوای کلی کتاب و تعریف خشونت از دید آقای کاظم‌زاده اینجا مطرح میکنم و یکی دو تا سوالی که برای خود ما در این رابطه پیش اومده بود اینا رو هم تر میکنم و بعد آقای کاظم‌زاده فرصت دارن که خودشون توضیحات لازم رو در این مورد و احیانا پاسخ این سوالات رو مطرح کنن و بعد تو مراحل بعدی چون کتاب از چند قسمت تشکیل شده، ما قسمت به قسمت جلو خواهیم رفت و در هر قسمت من اون مقاله یا مقالات محوری و مهم رو مطرح میکنم و
احیانا سوالاتی که در اون رابطه مطرح شده و آقای کاظم‌زاده باز دوباره در هر مورد فرصت دارن که توضیحات لازم رو مطرح کنن. این کتاب به صورت مجموعه مقالات و مصاحبه‌هایی است که در طول 8 سال، یعنی از سال 1386 تا 1394 نوشته شدند. همونطوری که از عنوان کتاب برمیاد، نقطه مشترک میان همه این مقالات تلاشی است که آقای کاظم‌زاده در طی این سالها به منظور شناخت بهتر پدیده خشونت سیاسی در کادر فرهنگ و جامعه امروزمان ایران انجام دادند. روی کرده ایشون در مجموعه مقالات در درجه نخست سیستمیک است. در روانشناسی سیستمیک، پدیده های انسانی اهم از فردی، خانوادگی، گروهی یا اجتماعی در چارچوب سیستم هایی که به حیات و همانطور میان کنش میان این پدیده ها ساختار، نظم و منطق می بخشند مورد مطالعه قرار می گیرند. به این ترتیب تلاش شده تا پدیده خشونت را در بطن نظام های گوناگون و موجود در جامعه ایران مورد بحث و بررسی قرار بده. در این کتاب مقالات بر حسب موضوع به 4 بخش تقسیم شده. در بخش نخست پدیده خشونت در کادر فرهنگی ایرانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته. در بخش دوم تلاش شده تا به جنبه‌هایی از نقش ایدئولوژی سیاسی انقلابی اسلامگرایان در پدیداری و به ویژه رواج استفاده ابزاری از خشونت برای دستیابی و سپس برای حفظ قدرت سیاسی در قبل و پس از انقلاب و زوایای کمتر شناخته شده اون رو بنویسیم. در بخش سوم به خصوص به ارتباط میان دو پدیده شکنجه و اعتراف با نظام سیاسی و همینطور فرهنگ عمومی و غالب در جامعه ایران پرداخته شده. در بخش چهارم به مقالاتی اختصاص داره که موضوع خود را خشونت سیاسی در کادر نظام‌های تمامیت‌گرا به خصوص در جامعه ایران قرار داده و تأثیر نظام سیاسی بر نحوه به کارگیری خشونت در جامعه رو بررسی میکنه. یه بخش پنجم هم هست که شامل تعدادی مصاحبه است که با رسانه‌های مختلف انجام گرفته. این معرفی کوتاهی از کل به اصطلاح ساختار کتاب بود. من فقط این، چون در واقع موضوع کتاب مسئله خشونت هست و در وهله اول خب این خشونت تعریف بشه از دید نویسنده، من یک اشاره کوتاهی به دید آقای کاظم‌زاده اونطوری که تو کتاب مطرح شده میکنم در این رابطه و بعد سخن رو میسپارم دست ایشون. بنا به گفته آقای کاظم‌زاده، شاید ساده ترین تعریف از مفهوم خشونت آنی باشد که خشونت را به کارگیری قهر در رابطه میان افراد تعریف کند. با این حال در همین تعریف ساده و مختصر نکته مهمی وجود دارد، اینکه خشونت را در رابطه و در نتیجه در زمینه و موقعیتی که در آن روی می‌دهد باید فهمید، بدین معنا که برای فهم آن و دلایل رخدادش شناخت رابطه میان طرفین و علاوه بر آن زمینه و شرایطی که خشونت در بعد آن روی می‌دهد از اهمیت بسیار برخوردار است. از دید ایشون دو تا نگرش مختلف خشونت وجود داره. یکی نگرش واقعی گرایانه است بر اساس آمار و داده‌های مطالعاتی مشاهداتی و سلاسید مشاهدات آماری و مطالعاتی به مسئله برخورد میکنه و یکی دیگه که یک بعد درونی و ذهنی انگار برای خشونت قائل هست. اینجا مسئله فرهنگ مطرح میشه و میگه آقای نویسنده میگه آنچه در یک جامعه یا گروه خشونت نامیده میشود میتواند در جامعه یا گروه دیگری خشونت محسوب نشود. مثلا زدن درگوشی به کودک بی ادب در یک جامعه مثل جامعه حالا قدیم ایران خشونت تصور نمیشه، در حالی که جای دیگه این به عنوان کودک آزاری مورد پیگرد قرار میگیره. یا مثلا ترور و بمب‌گذاری برای یکی ممکنه عالی ترین شکل مبارزه سیاسی باشه و کسی که در این راه حتی کشته میشه به عنوان شهید به حساب میاد، جای دیگه به عنوان قاتل جانی ممکنه به حسابش بیارن.
خلاصه این و یه نکته دیگه خیلی مهم و جالبی که اینجا مطرح میشه، ویژگی معنا آفرینی خشونت در جامعه ایران هست. این مثلا کلماتی مثل جهاد، شهادت و یا حتی وقتی که میام میبینیم توی زمینه‌های کاملا زمینی و عرفی مسئله امنیت یا عدالت، اینا تبدیل میشه مثلا بهانه‌ای میشه برای اعمال خشونت. و میبینیم که مثلا یکی از خاصیت‌های اعدام‌های علنی در اماکن عمومی در مقابل دیدگان شهروندان، ایجاد پیوند میان اجرای عدالت با خشونت دولتیه. و یا مثلا یه مسئله خیلی مهم دیگه اینجا مطرح میشه، خشونت در فرهنگ سلسله مراتبی هست که بسته به این که فرد فرادست باشه یا فرودست، میبینیم که مفاهیم متفاوته. یعنی ما میبینیم که مثلا در رابطه در کادر خانواده و رابطه میان مرد و زن، خشونت اغلب با توسل به مفاهیمی مانند ناموس، غیرت، آبرو و غیره نه تنها تحمل میشه، بلکه حتی در بعضی از موارد اعمال آن از جانب گروه فرهنگی که فرد به اون تعلق دارد تشویق هم میشه. در حالی که اگر فرد فروده است، مثلا کودک، زن یا شهروند دست به مقابل به مرس بزنه، این به عنوان نافرمانی، بی‌حرمتی یا ایجاد اختشاش تلقی میشه. خلاصه این مجموعه مسائلی که اینجا مطرح شده و تو بیشتر از این هست ولی دیگه فرصت نیست. من فقط یه دو تا سوال دارم اینجا که خواهش میکنم آقای کاظم‌زاده این توضیحاتی که میدم به این سوالات هم در حد امکان پاسخ بگن. یکی اینه که با توجه به گستردگی معنای خشونت و اینکه این در کتاب شما این مفهوم بیشتر در عرصه فرهنگی و روانی بررسی شده، در حالی که ما با پدیده‌های بارزی از خشونت مثل جنگ مواجهیم که خودش یکی از شدیدترین اشکال بروز خشونت و به کارگیری خشونت است، چرا این مسئله پرداخته نشده از نظر شما؟ دلیلش چی بوده؟ و یا اینکه خب مثلا شما خشونت رو بیشتر از جنبه فرهنگی و روانی و اعتقادی در واقع بررسی کردین، در حالی که خشونت میتونه حتی ابزاری برای پیشبرد منافع باشه و حتی میتونه به صورت مزدوری در واقع یکی استخدام بشه برای اینکه با برنامه خشونت رو به کار بگیره. اینو چجوری میبینه؟ خواهش میکنم شما. من به همراهی سوال دیگم فکر کنم مهمه ترش همون تیکهی که خونده شد اینجا. من میخواستم رابطه بین خشونت و نسبیت فرهنگی رو بدونم چیه، چون از اونجایی که مثلا میگیم این عمل در فلان جامعه خشونت محسوب میشه و در فلان جامعه خشونت محسوب نمیشه، آیا این ما رو به یک چیز نمیرسه؟ مثلا فرض بگیرین آقای رئیس قوه قضاییه ایران میگه که اعدام در مرحله عام برای ما خشونت محسوب نمیشه، این برای اروپایی‌ها خشونت محسوب میشه. یعنی بالاخره مرزش چیه؟ آیا میشه با نسبیت فرهنگی خشونت رو تعریف کرد؟ آیا حد و مرزی داره؟ بالاخره یه ملاک یا معیاری برای این باید باشه دیگه. با این صحبت‌ها فکر کنم بحث رو شروع کنم. اوکی، بسیار عالی. من در ابتدا لازم میدونم از دوستان بسیار عزیزم و قدیمیم در آخر در کانون رهاور تشکر بکنم که این امکانو فراهم کردن که من امشب پیش شما باشم، در مورد کتابم بتونم باهاتون صحبت بکنم. من قرار شد که همینطور که خسرو توضیح داد یه کوتاه خودم در مورد کتاب صحبت کنم، سعی میکنم به این نکاتی هم که گفتیم بهشون پاسخ بدم. از صدای به این شکل خوبه؟ چون سوالات بیشماری دوستان از من دارن و من نمیخواستم تکرار کنم، گفتم که فقط تو این بخش اول در مورد تیتر کتاب توضیح بدم، یعنی روانشناسی خشونت سیاسی. این سه کلمه در ضمن اینی که پشت سر هم اومده،
اما به سه مرحله میشه گفت مختلف تعلق داره، برای اینی که مقدار کادر کتاب براتون روشن باشه. واژه روانشناسی قصد من از بکارگیریش برای اینی که روی کرد من مشخص بشه، از منظرگاه و یا نقطه‌ای که من از اونجا به مسائل نگاه میکنم، چون به هر حال انسان هیچ پدیده واقعی رو حتی در علوم دقیقه مثل فیزیک مثلا نمیتونه بدون منظرگاه و یا پرسپکتیوی که توش قرار گرفته به توضیح و یا تشریحش بپردازه. اینی که شما تو چه نقطه‌ای قرار میگیرین خیلی تعیین کننده است، کافیه محل نگاه و تغییر بدین تا اون واقعیت تغییر بکنه. در علوم انسانی ما از حقیقت ناقص همیشه صحبت میکنیم، یعنی کسی که تلاش میکنه یک واقعیتی رو تو کادر علوم انسانی بشناسه در بهترین حالت اون برداشتی رو که از واقعیت ارائه میده یک میشه گفت حقیقت ناقص، یعنی این امکان که بشه در قالب تئوری‌هایی که خودشون رو در چارچوب علم تعریف میکنن بشه یک واقعیتی رو به طور همه جانب شناخت، ناممکن. پس کادری که من انتخاب کردم مشخصا روانشناسیه، تازه روانشناسی در درونش نهله‌ها و مکتب‌های فوق‌العاده بیشماری داره، یعنی شما فقط در درون کادر روانشناسی بمونین میتونین یک پدیده‌ای رو از زوایای کاملا متفاوت در موردش گفتگو بکنین. اون زمینه‌هایی که من در موردش کار کردم و تجربه دارم مشخصا یه بخشش روانکاویه، روانکاوی بیشتر کلاسیک، یعنی روانکاوی فرویدی. بخش دوم که توش در حقیقت میشه گفت بعد از اتمام دوره روانشناسی یک دوره‌ای هم گذروندم و به عنوان روان درمانگرم در حال حاضر در اون زمینه کار میکنم، روانشناسی سیستمیک، که یه مقدار در موردش توضیح میدم برای اینکه براتون روشن باشه که این نقطه نگاه من در حقیقت به مسائل تو کادر این کتاب چی هست. خب یک مسئله مهمی که طرحش من فکر میکنم اینجا ضرورت داره اینی که ما وقتی کلن در مورد مسائل فکر میکنیم، چی تو زندگی عادیمون، چی تو زندگی اجتماعیمون، یعنی چه موقعی که مسائل اجتماعی رو تحلیل میکنیم، کتاب مینویسیم، متفکران ما این کار رو میکنن، یا چی مواقعی که رفتیم پیش یه روانشناس یا پیش دوستمون یا با خودمون تنها در مورد گذشتمون فکر میکنیم، در حقیقت فکر کردن به اتفاقاتی که برای ما میفته، معنا دادن به این اتفاقات و به نوعی رابطه برقرار کردن بین اتفاقات گوناگون تو زندگی، درست مثل معده که برای جسم ما دستگاه گوارش تلقی میشه، یعنی موادی که واردش میشه اینا رو تغییر میده برای اینکه بتونه جذب بدن ما بشه، روان ما هم یک دستگاه گوارش داره که این فکر کردن در واقع باعث میتونه هضم اون وقایع بشه. همینی که به شما میگن که مثلا شما این مشکل رو دارین برین با یه روانشناس صحبت بکنید، همیشه به این معنا نیستش که روانشناس قراره مثلا راه حلی رو به شما ارائه بده. همینی که خودتون توی فضای امن در مورد یه سری مسائل شروع میکنین صحبت کردن، ارتباط هایی رو امکان داره بین مسائل مختلف برقرار بکنید. یعنی کار روانشناس بیشتر مثل آنزیمایی که تو معده است یا مثل اسید تو معده است، چیزی رو از بیرون به شما القا نمیکنه، بلکه شما رو هم یاری میکنه یا در کنار شما قرار میگیره برای اینی که شما بتونید با وقایعی که به نوعی براتون غیر قابل هضم بوده،
که شدیدترین وجهش تروماست که حالا توی بحث شکنجه هم میتونیم بهش بپردازیم، در حقیقت این کمک میکنه برای اینی که شما بتونید اون واقعیت رو به نوعی جذب روان خودتون بکنید. حالا تو بحث اجتماعی که من الان میخوام در موردش صحبت بکنم، میشه گفتش که ما برای مسائل اجتماعیمون تا کنون، البته صحبت کردم به شکل کلی که من الان دارم براتون انجام میدم، همیشه یه مقدار ساده سازیه، ولی متاسفانه تو بحثای این چنینی چاره جز این هم نداریم. اما میشه گفت اگر ما روشن فکرها و یا متفکرین و نویسندگان جامعه خودمون رو دستگاه هاضمه روان جمعیمون تلقی کنیم، یعنی کسانی هستند که در مورد مسائل ما میاندیشند و سعی میکنند به نوعی به اتفاقاتی که برای جامعه ما افتاده یک معنایی فراهم بکنند که ما بتونیم به نوعی یک سری مسائل رو برای خودمون در حقیقت حلاجی بکنیم، در جامعه ما دو تا شیوه خیلی رایج و همچنان حاکم وجود داره. یکی شیوه تاریخ نگاریه و این در میان ما ایرانی ها و کلن ملت هایی که تاریخ بسیار طولانی دارن رایجه، یعنی در مورد فرانسوی ها هم به همین شکله، ولی آمریکایی ها زیاد این کار رو نمی کنن برای اینکه تاریخشون آنچنان نیست که این امکان رو براشون فراهم بکنه. اینی که با مراجعه به گذشته سعی می کنیم امروز اون رو بفهم، یعنی وقتی مثلا با واقعی انقلاب 57 روبرو شدیم، شاید بیشترین کارها تو جامعه ما تاریخ نویسیه که براش انجام میشه، یعنی ما برگردیم حالا نقطه شروع، اما تاریخ نگارهای ما متفاوت میذارن. بعضی ها از دوره مشروطیت شروع میکنن برای اینکه برسن به 57 و 57 رو توضیح بدن، بعضی ها تا زمان حمله اعراب به ایران عقب میرن برای اینکه اینو توضیح بدن. این کار یعنی دادن معنا به واقعیت‌های امروز بر اساس گذشته میتونه برای هضم اون واقعه به ما کمک کنه. اما تاریخ نگاری به معنی علمیش نیست. مثل این میمونه که من مثلا فرض کنم، برای که بخوام بهتون یه مثالی بزنم که متوجه بشین، مثلا از کار خودم، من اگر یه زوجی بیان پیش من، یکی از سوالایی که من ازشون میپرسم همیشه اینه که شما چطوری با هم آشنا شدیم؟ ظاهرا یک سوال خیلی بی‌ضرریه، یعنی هر چقدر هم بینشون مشکل باشه، به هر حال آشنا شدن همچین مسئله عجیب غریبی نیست. اما نحوه‌ای که داستان آشناییشون رو برای من تعریف میکنن به من نشون میده که امروز چی رو دارن با همدیگه زندگی میکنن. دو نفری که عاشق همدیگه باشن یه داستان رمانتیک براتون تعریف میکنن. اون روز من اصلا قرار نبود از خونه برم بیرون، اگه نرفته بودم هیچ وقت اونو نمیدیدمش، اگر اتفاق فلان نیفتاده بود. همین زوجو اگر یک سال بعد موقعی که از هم جدا شدن این سوال ازشون بپرسیم، یهو میبینین یادشون میاد که اون روز چه بارون بدی میومد، من شدیداً افسرده بودم، اصلا از خونه نباید میومدم بیرون، این دوست لعنتی اگه نبود که اومد در خونه. یعنی چی؟ یعنی روان ما مدام برای توجیه امروز ما گذشتش رو بازسازی میکنه. این از نظر کارکرد روان چیز کاملا لازمیه، ولی واقع گرایانه نیست. یعنی اگر ما برای توضیح انقلاب 57 مشروطمون رو تغییر شکل بدیم، همیشه اینو باید در ذهنمون نگه بداریم که اون چیزی رو که امروز ما داریم زندگی میکنیم که نگاه ما رو به اون مشروطه داره تعیین میکنه، خب، و ما رو از خود اون واقعیت مشروطه به نوعی دور میکنه. ولی به هر حال یکی از شیوه های رایج تو جامعه ما اینه، یعنی بازسازی مداوم تاریخمون بر اساس مرحله‌ای که توش قرار گرفت.
اگر ما 20 سال دیگه با یه انقلاب دیگه تو جامعه ایران برخورد بکنیم، احتمالاً باز یه سری مورخ پیدا می‌کنیم که همون تاریخو ولی به شکل متفاوت اجزاشو به هم وصل می‌کنن. برای چی به شکل متفاوت؟ برای اینکه اون گذشته باید طوری سازمان پیدا بکنه که مشکل امروز منو پاسخ بده. یعنی اتفاقی که مثلا با انقلاب 57 برای من افتاده است که انقلاب مشروطه باید توضیح بده، در نتیجه خانش من از انقلاب 57 از انقلاب مشروطه متناسب با اون مشکلی که امروز دارم تغییر خواهد کرد. این اما با تاریخ نگاری علمی فاصله داره. یعنی شما هیچ وقت تاریخو از بعدش نمیتونید بنویسید، نمیتونید از مثلا به وجود اومدن چه میدونم جمهوری پنجم که الان تو فرانسه حاکمه، نمیتونید جمهوری ناپلئون رو با جمهوری پنجم الان توضیح بدید. ناپلئون رو باید با زمینه‌هایی که توش به وجود اومد توضیح داد، نه با اتفاقاتی که بعدش افتاد. دومین آنزیم یا روشی که ما به لحاظ سنتی در جامعه همون رایج بوده در میان روشنفکرها در کنار تاریخ نگاری، مراجعه به فلسفه بوده. یعنی اینی که بیشتر کسانی که در مورد خیلی از مسائل اجتماعی ما اظهار نظر میکنن، تحصیلاتشون در زمینه فلسفه است. فلسفه با میشه گفت امور و ایده های فوق العاده انتزایی سر و کار داره، با یک سری دستگاه های فکری که البته صحبت های من به هیچ وجه نه نفی تاریخ نگاری نه نفی فلسفه، اما با آوردن نظام های فکری که به طور مستقیم با مسائل ما گاهی اوقات میتونه همخوانی نداشته باشه و مجزاست از اون، میشه گفت از ایده ها و تفکرات فوق العاده انتزایی، میخوایم باز دوباره یک معنایی بدیم به اون جزئیاتی که امروز داریم باهاش زندگی میکنیم. خب این میون اون چیزی که جاش خالیه علوم انسانی، یعنی تو جامعه ما از زاویه جامعه شناسی، از زاویه مردم شناسی، از زاویه روان شناسی بسیار کم پرداخته میشه به مشکلاتی که باهاش درگیر. یک تفاوت مهمی که روانشناسی مخصوصا سیستمیک، یعنی اون چیزی که نگاه من هست تو این کتاب، مثلا فرض کنید با تاریخ نگاری داره، و من فکر میکنم که این خصوصیت به همه علوم مدرن مربوط میشه، یه تفاوت اساسی میان علوم انسانی و فلسفه و تاریخ اینه که فلسفه و تاریخ در حقیقت به وجود اومدنش به بسیار قبل از پیدایش مدرنیته برمیگرده، اما همه علوم انسانی محصول مدرنیته هستند از یک سو، از سوی دیگه طوری به وجود اومدن که جوامع مدرن هم مطالعه بکنن. یعنی به محض اینی که از جوامع مدرن خارج میشن، یعنی به محض اینی که شما جامعه شناسی یا روانشناسی رو از آلمان بخوایم ورداریم ببرینش ایران، یک تغییرات خیلی اساسی باید توش بدیم. نمیشه تو علوم انسانی به این راحتی حوزه های کار رو چیکار کرد؟ جا به جا کرد. تفاوت علوم مدرن یا روانشناسی با تاریخ چیه؟ اینی که میگه که یکی از مهمترین تغییراتی که تو علوم انسانی نسبت به تاریخ نگاری و نگاه علت معلولی، یعنی همیشه گذشته است که امروز ما رو توضیح میده، که ما یه شعار خیلی معروف هم از اول انقلاب داشتیم، هنوز هم خیلی ها بهشون معتقدیم، میگیم گذشته چراغ راه آینده است، در حالی که امروز ماست که گذشته ما رو تعیین میکنه، مشکلات امروز ماست که تعیین میکنه ما نگاهمون به گذشته چجوری باشه، و بعد با تحلیلی که از اون گذشته بر اساس امروزمون میکنیم به نوعی یه ایدهی پیدا میکنیم از چی؟ از آیندم. علوم انسانی یکی از مهمترین ادعاهاشون اینه که ما برای شناخت یک سیستم، مشخصا تو روانشناسی سیستمیک، نیاز به گذشتهش نداریم. یه مثال خیلی روشن بخوام بزنم، علوم انسانی میگه که ما برای اینکه کارکردهای ماشین بنز رو بفهمیم
نیاز به تأسیس کارخونه بنز و مسیری که طی کرده نیست. باید کاپوت این ماشین رو زد بالا و در حقیقت اینو به عنوان یه سیستم نگاه کرد. یعنی رابطه رو با گذشته قطع میکنه. واسه همین هم هست که مثلا جامعه شناسی نمیدونم فرائنه اصلا معنی نداره. برای چی معنی نداره؟ برای اینکه جامعه شناس وقتی رابطهش رو با تاریخ قطع میکنه خودش رو امر دیگر استوار میکنه. اون امر چیه؟ مشاهده، مشاهده واقعیت. با یعنی این ادعا رو علوم انسانی میکنن که واقعیت رو لازم نیست برای اینکه من این واقعیت امروز رو بفهمم برم تو تاریخ‌های دور، و لازمم نیست که مثل فلسفه برم تو ایده‌های خیلی انتزاعی و دور از واقعیت. من میتونم ابزارهایی داشته باشم همونجور که پزشکی اون ابزارها رو داره، همونجور که بیولوژی، فیزیک یعنی سایر علوم مدرن دارن، این امکان رو دارم که واقعیت امروز جامعه ایران رو بدون مراجعه به گذشتش بفهمم. برای اینکه اینو بفهمم اما ابزار لازم دارم، یعنی باید یک ابزارهای مشاهده رو، یعنی مشاهده گریه یک کسی که تو علوم انسانی تحصیل کرده، در حقیقت اون تحصیل این اجازه رو بهش میده که یک چشم ورزیده داشته باشه. مثل چشم در حقیقت هنر مدرن هم همینه، یعنی هنر مدرن از این بابت شدیداً نزدیک میشه به علوم انسانی. به چه معنا؟ به این معنا که یه رنسانس اتفاق مهمی که تو هنر افتاد این بود که به جای اینی که ما یه ایده مربوط به گذشته رو بکشیم، مثلا مسیح بالای صلیب، میخوایم طبیعت رو بکشیم، میخوایم آدمایی رو که دور بر ما دارن زندگی میکنن. اما از وقتی که نقاش به خودش گفت، مثل عالم علوم انسانی، من میخوام واقعیت رو به روی تابلو بیارم، اون موقع مجبور شد به ابزارهایش هم فکر بکنه. واسه همینی که مثلا فرض کنید تو نقاشی پرسپکتیو رو به وجود آوردن. پرسپکتیو همون نقشی رو تو نقاشی مدرن داره با به وجود اومدنش تو قرن 14 میلادی که ابزارهای علوم انسانی برای مشاهده کردن. وقتی گفتم که من روانشناسی در حقیقت نقطه نگاه منه، نقطه نگاه من به مثابه روانشناس با نقطه نگاه نقاش، وقتی که از پرسپکتیو استفاده کرد برای کشیدن نقاشیش توی مسیره، یعنی دقیق این وقت باعث چی شد؟ باعث این شد که زمان حال اهمیت درجه اول پیدا کرد. یعنی به جای رفتن تو گذشته، این زمان حاله که میتونه توضیح بده. یه سیستمی رو ما میخواییم بفهمیم، باید کارکردهای خود اون سیستم رو بفهمیم، باید بفهمیم اینها چگونه به هم دیگه پیوند پیدا کردن، و اگر معنا و یا مفهومی رو میخواییم به وجود بیاریم، و اینجاست که از فلسفه میبره، چون فلسفه به هر حال ادعای جهان شمولی داره، یعنی اون دستگاه نظری که برای خودش میسازه رو فکر میکنه میشه منتقلش کرد به جوامع یا به مسائل گوناگون. اما علوم انسانی نمیشه این کار کرد. یعنی مثلا مفاهیمی که وبر، البته گاهی موقع ایرانی ها این اشتباه رو میکنن، مفاهیمی که وبر با مطالعه پروتستانتیسم به وجود آورده متعلق به مطالعه پروتستانتیسم. نمیتونین اینو خیلی راحت بیارینش تو ایران بگین که مثلا فرض کنید اصلاح طلب های دینی دارن چیکار میکنن، دارن یعنی اصلا نه اینی که هیچ قرابت اینا به هم نداشته باشه، اما مفاهیمی که باید از دل اصلاح طلبی دینی، اصلاحگری دینی از ایران در ایران به وجود بیاد مفاهیم دیگه خواهم بود. مفهوم وبر مثل مفاهیم هگل نیست که بشه به جاهای مختلفش بود. از اون موضوع که شما خارج میشین، چرا؟ چون در درجه اول اون چیزی که تعیین کننده است واقعیتی که باش روبرویم، و در نتیجه و پس از مشاهده است که شما باید از دل اون چیزهایی که با ابزارهایی که داریم برای مشاهده مفاهیم رو بکشیم بیرون. ولی وقتی مفاهیم رو میکشیم بیرون از دل یه واقعیت نسبیش هم میکنیم، برای اینکه میگین این تماما وابسته است به این پدیده‌ای که
من دارم مطالعهش میکنم. نمیتونین اونو وردارین خیلی راحت. واسه همینم هم هست نمیشه مثلا شیوه های روانشناسی امریکایی رو راحت ورداش برد توی افریقا اونها رو پیاده کرد. اصلا همچیزی غیر ممکن. شما اگه بخواین اون چیزی که روانشناس های امریکایی در مورد انسان میگن، البته اینو هر دفعه تکرار نمیکنن که این منظورمون انسان سفید یا مثلا انسان امریکاییه، اما اون کسی که با علوم انسانی آشناست میدونه که باید محدوده اون کار رو در نظر گرفت. این به این معنی نیستش که انسان افریقایی قرار یه روانی تماما متفاوت از انسان امریکایی داشته باشه، ولی در نظر نگرفتن اینی که تفاوت‌ها تو علوم انسانی مشکلات بسیار ایجاد میکنه. یعنی تحقیقاتی که تو امریکا شده حتما باید عینش در افریقا بشه، برای اینکه بشه عین اون مفاهیم رو به همون ترتیب اونجا هم چیکار کرد استفاده کرد. این در رابطه با مفهوم در حقیقت روانشناسی که من در موردش صحبت کردم. و در نکته آخر خواستم بگم که ذهن ما بیشتر چون با تاریخ نگاری و با فلسفه روبرو بوده برای فهم مسائل، یه مقدار به اون روش ها هم متکیه و یه مقدار به اون روش ها هم خو گرفته. اما من فکر میکنم که این جای خالی علوم انسانی تو جامعه ما برای فهم مسائل، نه اینی که بخواد باطل بکنه نگاه تاریخی و یا نگاه فلسفی رو، بلکه این یک نگاهیه که باید بتونه برای خودش در حقیقت به نوعی ورود پیدا کنه. ما باید به هر حال از یه موقعی به بعد به طور جدی از جامعه شناسی، از مردم شناسی، از روان شناسی استفاده بکنیم برای شناخت جمعی خودمون. من بحث فردیش و اینا رو نمیخوام مطرح کنم. واژه دوم خشونته، یعنی روانشناسی خشونت سیاسی. خب خشونت اسم میشه گفت مرکز صحبت من، یه برش روانشناسیه یه برش سیاسی. سیاسی بیشتر صفته، یعنی مشروط به موضوع خشونت. موضوع اصلی من تو این کتاب مفهوم خشونت. خشونت رو خسرو تا یه حد خوبی تو صحبتاش گفت که خوشبختانه منو معاف کرد از تکرارش. یعنی این بُعد واقع‌گرایانه بودن، شما میتونید یه بار در مورد خشونت به عنوان امر واقعی صحبت کنید. اون مواقعیه که ما با آمار سر کار داریم، شما میگین که تو جنگ این تعداد آدم کشته شد، این تعداد مجروح شد، به این میزان صدمه خورد، یا میزان بزهکاری توی جامعه چقدر. اینا یه چیزای عینیه که میشه اندازه‌گیری کرد. اما یه بُعد دیگه هم که مطرح شد بُعد درونیشه، یعنی اینی که افراد توی جامعه اون اتفاقی رو که براشون میفته آیا به عنوان خشونت زندگیش میکنن یا نه. این قضیه است که ربط پیدا میکنه به مسئله چی؟ به مسئله فرهنگ. یعنی اینی که ما خشونت رو چی تعریف میکنیم بنا به اینی داره که در چه نظام و دنیای معنایی داریم زندگی میکنیم. خب اتفاقی که تو غرب افتاده چیه؟ که اینجا من بحثمو مربوط میکنم به همین نسبیت فرهنگی که تو هم در موردش صحبت کردی. اتفاقی که تو غرب افتاده اینه که مدام، اگه بخوام توی جمله بگم، دارن حوزه خشونت رو افزایش میده. یعنی از دهه مثلا خشونت جسمی، خب خیلی سریع به رسمیت شناخته شد، دهه 20 فرض کنید میلادی نوعش تعیین شد. ما به دهه 80 که میرسیم خشونت خانگی خیلی اهمیت پیدا کرد، توجه بسیار زیاد هم بین زن و شوهر و مخصوصا نسبت به بچه ها. در گذشته این خشونت ها اصلا دیده نمیشد یا صحبت نمیشد در موردش. فروید وقتی در ابتدای قرن 20 از تئوری خودش دیده بود که خیلی از زنهایی که از بیماری هیستری رنج میبرن داستانهایی از کودکیشون تعریف میکنن که این داستانها ظاهرن دلیلش آزار جنسی والدینش بوده، والدینی که با اینا زندگی میکردن. وقتی اینو طرح میکنه، یعنی هیستری رو ربط میده به آزار جنسی در کودکی، جامعه بسته اتریش آنچنان باش رفتار میکنه، یعنی مقام والای پدر مادر دست نزدنی بود تو جامعه. فکر به اینی که یه پدر میتونه یه همچین کاری رو بکنه
برایشون دور از انتظار بود که خودآگاه یا ناخودآگاه فروید تئوریشو تغییر داد و اینو تبدیل کرد به فانتزم، یعنی گفتش که این تخیل کودکی که فکر کرده در کودکی آزار جنسی دیده و این فانتزم یا این فکر و خیال موجب چی شده. یعنی حتی تو زمینه علوم انسانی حتی نظریه های علمی از فرهنگی که ما داریم توش زندگی میکنیم در امان نیستن. اما فرهنگ چگونه خشونت رو در حقیقت پنهان میکنه؟ خیلی راحت، اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، با معنا دادن به خشونت. یعنی شما وقتی به خشونت مرد بر علیه زن وقتی اسم غیرت روش بذارید، اون خشونت مرد دیده نمیشه، پشت مفهوم غیرت پنهان میشه. وقتی شما با زدن بچه‌تون فکر میکنین که در این تربیتش میکنین، زدن کودک پشت مفهوم تربیت پنهان میشه. نه تنها خشونت پنهان میشه، بلکه فرهنگ با این کاری که میکنه، یعنی با توجیه خشونت، از خشونت یک ابزار میسازه برای اینکه من بتونم به عنوان والد یا من بتونم به عنوان شوهر از اون ابزار استفاده بکنم برای تحمیل نظرات خودم به طرف مقابل. یعنی در رابطه قدرت یه نقشی باید بازی میکنه خشونت. این یه خشونت عقلانی و ابزاریه، خب چون خشونت انواع مختلف داره. بحث من کلن روی این خشونت ابزاری و عقلانی، یعنی روی ارتباط میان خشونت و فرهنگ. بیشتر صحبت هایی که کردم در حول و حوش من. مسئله سوم مسئله سیاسیه، یعنی روانشناسی خشونت سیاسی. اینجا چون سیاسی یک صفته و سعی میکنه مفهوم خشونت رو توضیح بده یا مقید بکنه، پس بحث من سیاست نیست. یعنی من به بحث در مورد مسائل سیاسی که یک حوزه مستقل و علوم دیگه بهش میپردازن و میشه گفت سواد دیگه هم لازم داره که من ندارم، و در نتیجه هیچ جا در این کتاب مسئله من بحث در مورد دنیای سیاست نیست. مسئله من بحث در مورد تأثیریه که سیاست به طور متقابل روی فرهنگ و جامعه ما داشته و تأثیری که جامعه ما و بنیادهای فرهنگیش بر روی سیاست بر حول محور خشونت و استفاده ابزاری از خشونت. چون خشونت همیشه به شکل عقلانی و ابزاری نیست. خشونت میتونه یک واکنش باشه برای کسی که فرض کنید سرخوردگی‌های زیادی داره. این تحقیقات روانشناسی این خیلی چیز مشخصیه که شما وقتی که به لحاظ جنسی فرض کنید، تحقیقاتی هست که نشون میده که یکی از دلایل رشد فاشیسم در آلمان محرومیت جنسی بود. یعنی و یه تحقیقی هم هست تو مراکش اینو نشون میده، یعنی رابطه میان اسلامگرایی افراطی و میزان برخورداری از روابط جنسی کم و بیش ارضا کننده، یه تحقیق خیلی بزرگی شد فکر میکنم 2005، نشون میداد که به میزانی که افراد از نظر جنسی سرخورده ترن، در ضمن اینی که حتی نه تو همین شرایطی، در ضمن اینی که میبینن دیگران درن ارضا میشن به لحاظ جنسی، یعنی بیشتر برمیگرده مخصوصا به جوانان حاشیه نشین در شهرهای بزرگ که اینجا سه تا شهر بزرگ مراکش رو روش مطالعه کرده بودن، به میزان اینی که مساحت خونه کوچکتر میشه، به میزان اینی که حتی پدر مادر به خاطر وجود بچه ها نمیتونن یه رابطه جنسی ارضا کننده و سالمی با هم داشته باشن، میزان گرایش به چیزای افراطی افزایش پیدا میکنه. پس من بحثم به طور کلی در حقیقت میشه گفت سر این قضیه است. اون مسئله نسبیت فرهنگی، فقط یه نکته رو بگم، اونم اینه که ببینید بحث فرهنگ
کارش پنهان کردن خشونت و حتی تو جامعه غربی هم خشونت داره همونجور حوزش همچی که گفتم داره گسترش پیدا میکنه. الان نسبت به کودک و زن خیلی حساسن، از دهه 80 خیلی مسائلش روشنه. بعد رفت به سمت مثلا فرض کنید اقلیت هایی که توی جامعه زندگی میکنن، بعد رفتش که مثلا فرض کنید سر الان خشونت روانی خیلی بحثه تو بلژیک، سر خشونت روانی تو محیط کار که اون کارفرمای شما چه لحنی میتونه داشته باشه. یعنی خشونت یه چیزی که ما از ابتدا بتونیم همه زمینه‌هاشو ببینیم نیست. اگه فرهنگ به اون معنا داده باشه، اونو ابزار کرده باشه و پنهانش کرده باشه، مایی که در درون اونیم نمیبینیم. یعنی یه خانواده گینه‌ای تو آفریقا که دخترشو ختنه میکنه، که من نمونه هاشو داشتم توی تراپی، به هیچ وجه ختنه دخترشو دیگه از فرزند خود آدم، کی به آدم نزدیکتر، اینو به عنوان متاسفانه اعمال خشونت نمیبینه. برای اینکه برای اون ختنه شدن دختر تنها راهیه که این میتونه به گروه اجتماعیش پیوند پیدا بکنه و همبست، در حقیقت یک نوع مسئله همبستگیه. اینم بگم که مسئله جنگم من اگه نپرداختم خیلی مسائل دیگه هم در حقیقت هست که من توی این کتاب بهشون نپرداختم. بیشتر میشه گفتش که یک سری نمونه هایی رو که شاید به لحاظ فکری خودم بیشتر بهشون درگیر بودم، نه اینی که اهمیت نداشته باشه این قضایا، بیشتر اونها رو توضیح دادم. اما سعی کردم با توضیح دادن این چند موردی که من بهش پرداختم یه دیدی رو بدم که اون دید رو من فکر میکنم بشه به نمونه های دیگر به نوعی بستش داد، آره، که بشه از اون زاویه. یعنی در حقیقت برای من مثلا توابسازی برای من یه امکان بوده که با فکر کردن من بتونم یه سری مکانیزما رو در بیارم. هدف اصلیم شاید باز کردن مشخص خود پدیده نبوده، اما این پدیده این امکان رو فراهم میکنه، این اتفاق، این واقعیت، این امکان رو میتونه برای ما فراهم بکنه که ما بتونیم یه سری مسائلی که مقدار گسترده تره و فقط هم به حوزه خود اون مسئله باز نمیگرده رو بتونیم ببینیم. خب با این مقدمه استاد دوازده شب باید گرمشون فقط الان برای همچین داده بود که به زمان برنامه هم فکر کنیم. من به خاطر همین الان که اون قسمت های مختلفی کتاب میرسیم من سعی میکنم یه مقدار کوتاه‌تر کنم که رضا بیشتر وقت داشته باشه. چی بیاد؟ نه خب یه سری سوال ها ممکنه حتی در مورد این مقدمه باشه، ما بعد از استراحت میتونیم متعد چارچوب کتاب فعلا خارج نمیشه. آره. خب قسمت اول کتاب همونجور که تو مقدمه گفتم روانشناسی خشونت هست. تو این قسمت به نظر من مقاله محوری و مهمش و یکی از مهمترین مقاله کتاب هم به نظر من هست، مقاله ای هست به عنوان پیکر زن ایرانی در فرهنگ اسید پاشی. این برمیگرده به اون ماجراهایی که همه در جریان هستین که آقای کاظم‌زاده این مسئله رو اول از دید روانشناسانه بررسی میکنه، تاثیرات اسید پاشی رو بر روان جمعی که عنوان ترومای جمعی ازش اسم میبره و شیوه ها راه های مقابله با اون، و بعد بررسی زمینه های این مسئله میپردازه. اینجا صحبت از فرهنگ اسید پاشی است. این یه پاراگراف کوتاه رو من میخونم، این به نظرم جالبه. متاسفانه اسید پاشی های اخیر بر صورت زنان در جامعه ما نه تنها نشانی از بی فرهنگی نیست، بلکه نتیجه منطقی رواج نوعی به خصوص از فرهنگ است. فرهنگی که لااقل از همان ابتدای انقلاب توسط نیروهای افراطی از انواع گوناگون اسلامگرا تا گروه‌های مختلف چپ در جامعه ترویج شده است. این به نظر من یکی از ایده‌های مهم این کتاب است و من گفتم که اینجا بهش اشاره بکنم. البته خب واقعا بخونه دادم تا اینکه کل مطلب دستش بیاد، ولی خب من دیگه از اون. بعد این فرهنگ اسیدپاشی از نظر نویسنده
از دو تا خورده فرهنگ تشکیل شده، یکی فرهنگ اطاعت هست و یکی فرهنگ نفرت. که فرهنگ اطاعت در کادر ایدئولوژی اسلامگرایان ایرانی با بروز کردن یعنی مدرنیزه کردن نظام سلسله مراتبی سنتی در نهایت به کیش شخصیت رهبر انقلاب یعنی امام خمینی و برپایی نظامی تمامیت خواه انجامید. مدرنیزه کردن نظام سلسله مراتبی سنتی در کادر ایدئولوژی اسلامگرایان انقلابی با نظریاتی از نوع امت و امامت دکتر علی شریعتی آغاز گشت و در نظام مستقل جمهوری اسلامی با توری ولایت مطلقه فقیه به غایت خود رسید. برخی از سازمان‌های چپ لنینیستی بر محصول نهایی فرایند مدرنیزاسیون نظام سلسله مراتبی سنتی نام سنترالیسم دموکراتیک گذاشته بودند. با وجود این تنها اسلامگرایان طرفدار خمینی بودند که با دستیابی به قدرت توانستند نظام سلسله مراتبی خود را در قالب فرهنگی ایدئولوژیک و به شکل ساختاری در قانون اساسی کشور تحت عنوان نظام ولایت فقیه نهادینه کنند. من حالا میگم این چیزا خیلی مقدار بیشتر میخواستم اشاره کنم، ولی باید از یک بخشش صرف نظر کنم به خاطر وقت. اشاره میشه به شباهت هایی که توی حالا این همونجور که خودت گفتی از دید امروز آدم نگاه میکنه به گذشته و شباهت هایی که بین نیروهای به ظاهر سکولار، یعنی در واقع خب نیروهای سکولار و چپ و نیروهای مذهبی توی به خصوص توی اون جریاناتی که طرفدار مبارزه قهرآمیز بودن، این شباهت‌ها مخصوصا تو این فرهنگ اطاعت وجود داشت و مثلا مسئله قهرمان پروری، گروه باوری، مسئله خودی و غیر خودی و تقابل آشتی ناپذیر بین اینها، اینا چیزایی هست که اینجا تو این مقاله بهشون اشاره میشه. نکته تازه و مدرن دیگر در نگاه انقلابیان ایرانی در این دوره این بود که میپنداشتند با بر عهده گرفتن نقش اجتماعی یعنی انقلابی حرفه‌ای میتواند ماهیت فردی و درونی خود را یعنی انسان انقلابی را متحول سازند. تمام توری‌های خودسازی انقلابی اینان بر این فرض بدی و جدید استوار بود که میتوان از نقش اجتماعی هویت فردی، خصوصی و مرکزی ساخت. چنین نگاهی نه تنها هویت نقش مداران در نقش فرد در پهنه همگانی را بر هویت شخصی که محل بروزش در جوامع سنتی در حوزه پهنه خصوصی تعریف می شد برتر می داند، بلکه بسیار پیشتر رفته می خواهد از هویت اجتماعی و نقش مدارانه هویت مرکزی و شخصی بسازد. و همین دلیل نیست هست که چنین نگرشی پهنه خصوصی را تنها به مثابه تابعی از پهنه همگانی و در خدمت آن میخواهد و تعریف میکند. به هر حال من دیگه از بقیهش صرف نظر میکنم. بخش اون خورده فرهنگ دوم که در این فرهنگ اسید پاشی بهش اشاره میشه فرهنگ نفرت هست که مثل فرهنگ اطاعت پیش از آن که از معادلش در آموزه های اسلام سنتی نشأت گرفته باشه از روحیه انقلابی گری اسلامگرایان الهام گرفته که سالهای قبل از انقلاب تحت تأثیر نظریات مارکسیستی مبارزه قهرآمیز از مفاهیم دینی مانند جهاد و شهادت مفاهیم عرفی و سیاسی برای مبارزه و نابودی رژیم پهلوی ساخته بودند. مشخصا دکتر علی شریعتی رو اینجا در نظر داره و بعد خب مسائلی مثل غرب زدگی و از خود بیگانگی و نمیدونم چیزایی که ما میبینیم به عنوان در واقع مبارزه ضد امپریالیستی تو اون دوره از جانب جلال آل احمد از یه طرف از یه طرف از جانب شریعتی مطرح میشه. بعد این خشونت حکومتی رو به عنوان تلفیقی از این دو خورده فرهنگ اطاعت و نفرت میشناسه و در این چارچوب به بررسی روانشناسی فرد اسید پاش در کادر این خورده فرهنگ‌های نفرت و اطاعت اشاره میکنه که میگم اینا دیگه اگر حالا لازم بود خود شما بیشتر توضیح بدین. یک نکته خیلی مهم دیگه که اینجا مطرح میشه به فرد در کشاکش دو پهنه همگانی و خصوصی اشاره میشه که این به نظر من یکی از اون ایده های خیلی مرکزی و مهم این کتاب هست، ولی چون این ایده توی بخش دیگه توی اون بخش تمامیت خواهی
حتی یه مقدار گسترده‌تر و کامل‌تر بررسی شده. من فعلا از این چشم می‌پوشم و بعداً تو اون قسمت بهش می‌پردازم، ولی ایده‌اش به نظر من چیز خیلی مهم و مرکزی است. این قسمت، حالا اگه خود شما توضیحی دارین به این، یا اگه مهم است این کتاب رو بسیاری که مهمترین یکی از کارهای مقابله با خشونت تو جامعه ما سلب معنا از خشونته. یعنی این کتاب اینجوری بزرگ شده اومده که توانایی عجیبی جامعه ما داره که به خشونت معنا بده. یعنی به شکلی که مثلا فرض بگیر یعنی یه جنبه مثبت بهش بده، مثلا اینکه مثلا من اگر فلانی رو میکشم در راه یه آرمانه، یا مثلا اگر اسیدی میپاشم در راه مثلا دینمه فلان. یعنی یه جور معنا بخشیدن به خشونت در جامعه ایران رواج داره که این هنوز دیده میشه. و راه اصلی که برای مقابله با خشونت توش بیان شده اینه که ما موظفیم از این خشونت سلب معنا کنیم. یعنی باید خشونت رو به طور چیز باهاش برخورد کرد. راجع به این چیزا به نظرم تو همین قسمت اسید پاشی اینا بحثای جالبیه که میشه بیشتر بهش پرداخت. خب سوالی نکردیم ولی شما خودتون اگه توضیح دادید انقدر ما برنامه کافی انقدر خوب توضیح دادید که اگر سید نظر ما قسمت رو بعد شروع میکنم. نه، من فقط همین تو با چیزی که همایون گفت، یعنی مسئله سلب معنا از خشونت، میگم تو کادری که من خشونت رو مطرح میکنم به این معنا است که مثلا تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه تربیت مثلا فرض کنیم کودک، اینو به کل از مفهوم تربیت کردن کودک، میدونین که اصلا خود واژه ادب دو تا معنی داشته در گذشته. یکیش واقعا تنبیه بدنیه، همزمان تربیت کردن هم هست. یعنی ما حتی واژه هایی داریم که به هر دو مفهوم در آن واحد اشاره میکنن. یا زمینه سیاست فرض کنید مبارزه قهرآمیز، یعنی کسانی که مبارزه قهرآمیز رو انتخاب کردن تو دهه 40 و 50 به نوعی کلن از حوزه سیاست خارج شدن، چون سیاست محل گفتگوه، محل منازعه هم هست. اما از وقتی که خشونت در حقیقت به وجود میاد تکلیف رابطه مشخصه، یعنی رابطه قطع میشه توی رابطه بین زن و مرد، تو رابطه با بچه شما اصلا از رابطه دیگه نمیتونی صحبت کنی. یعنی وقتی که خشونت بین دو فرد یا دو گروه ایجاد میشه دیگه رابطه‌ای وجود نداره. سیاست نیاز داره به رابطه، یعنی باید به نوعی، حتی اگر اختلاف نظر هست، حتی اگر فشار هست، حتی اگر به قول معروف هیجان هست، اما این باید بتونه کنترل بشه که به مفهوم خشونت نرسه. حالا این بحثی که من اینجا کردم اینه که برای اینی که خشونت سیاسی که در حقیقت به نوعی سیاست نیست، خارج میشه از سیاست به این معنا که از مبارزه قهرآمیز صحبت میکنه، یعنی تمام پیوندها رو با طرف مقابلش قطع میکنه، یعنی بین من و شما فقط زوره که حاکمه، یه جور اعلام جنگ. ما برای اینی که ولی برای اینکه بشه اینو توجیه کرد، به محض اینی که شما میخواین خشونت رو توی جامعه نهادینه بکنین به کمک فرهنگ نیاز داره. تفاوت حمله مغول با حمله اعراب، حالا خود منم به تاریخ دارم مراجعه میکنم ولی فقط همین مثال رو میزنم، همینه. برای اینکه یکی موندگار شد، برای اینکه یه فرهنگی رو با خودش آورد، یکی اون فرهنگ رو نداشت، مثل یه طوفانی آمد بسیار ویران کرد اما باقی نماند. اونی که باقی ماند، یکی از دلایل، نمیگم تنها دلیل، یکی از دلایل مهم اینه که هم به حکومتش هم به اعمال خشونتش تونست معنا بده در کادر دینی که با خودش آورده بود در حقیقت تو جامعه ما. سیاسی‌های ما هم این کارو کردن، یعنی در حقیقت وقتی که ما به سمت شریعتی میریم، خودسازی انقلابی، نمیدونم همون صحبتایی که گفتی، انسانسازی انقلابی،
اخلاق انقلابی، قهر انقلابی، وقتی شما اینا رو مطالعه میکنید و میخونید میبینید که قسمت اعظمش استفاده ابزاری از خشونت و استفاده ابزاری از خشونت تو دو مرحله توجیه میشه. یکی نسبت به دشمن، حالا توی اسلامگراها شکل جهاد به خودش میگیره، یکی حتی خشونتی که به خود فرد تو مبارزه اعمال میشه، حتی به اینم یک مقام والایی داده میشه، یک معنای مهم. حالا برای اسلامگراها من شهید اگه بشم میرم مثلا فرض کنید، ولی این مفهوم شهادت برای گروه های غیر مذهبی و چپ های رادیکال تو جامعه ما هم مهم بود، یه ارزش. اگر ما بخوایم از این خشونت در حقیقت بیایم بیرون، باید بتونیم تو همه این زمینه ها از خشونت سلب معنا بکنیم. یعنی باید بتونیم بگیم که این خشونت هیچ چیزی، هیچ دستگاه فکری نمی، چه میخواد این دینی باشه، چی میخواد غیر دینی باشه، نمیتونه در واقع تو توجیهش بکنه. من به قسمت بعدی میپردازم که صحبت خشونت دینی. البته خب یه بخشی از این بحث ها خوشبختانه تو این قسمت های قبل یه مقدار مطرح شده، فقط کوتاه‌تر میپردازیم بهشون. تو این قسمت اون مقاله محوری و مهم، همه مهم من، ولی مهمترینش این مقاله هست به اسم نقش اندیشه های اسلام انقلابی در پیدایش سیاست توابسازی، که آقای کاظم‌زاده اینجا پیوند و خویشاوندی میان ایدئولوژی حاکم بر سیاست توابسازی در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه 60 و 70 رو با اندیشه های اسلامگرایان انقلابی در پیش از انقلاب، به ویژه در دهه 40 و 50 نشون میده، سعی میکنه نشون بده. بدین معنا که از نگاهشون سیاست توابسازی نه انحراف، بلکه یکی از نتایج ممکن و منطقی ایدئولوژی اسلامگرایان انقلابی و اندیشه های سیاسی اجتماعی وابسته به اون بوده. و در این رابطه یکی از اون ایده های محوری و مرکزی که خیلی مهم هست بهش اشاره میشه، تئوری گسست است. و این تئوری گسست ارتباط مستقیم با این سیاست توابسازی داره. تئوری گسست با نگاهی تازه و متفاوت مفهوم هویت را در مرکز خود قرار میده. از نظر نویسنده این سطور، بدون درک درست از نگاه اسلامگرایان انقلابی به دو موضوع، هویت فرهنگی و هویت فردی، در کادر تئوری گسست نمیتوان به دریافتی صحیح از شیوه برخورد حکومت اسلامی با مخالفانش در فردای انقلاب به خصوص سیاست توابسازی دست یافت. تئوری گسست انگاره اصلی در ایدئولوژی اسلامگرایی در سالهای پس از انقلاب در زندانها بود که به سیاست توابسازی انجامید. به نحوی اسلام، نگاه اسلامگرایان به موضوع هویت در کادر تئوری گسست مطرح میشه و بهتر از همه این تئوری در نزد دکتر علی شریعتی توریزه شده بود. از نظر شریعتی و بسیاری از اسلامگرایان انقلابی در آن دوره، فرهنگ در جامعه ایران تحت نفوذ و زیر سلطه دو پدیده ظاهراً متضاد ولی در حقیقت به یک میزان مهلک و خطرناک قرار داشت. اینان از یک سو بخش مهمی از فرهنگ جامعهشان را به خاطر بافت سنتی و تحول نیافته‌اش وابستگرا و عقب‌مانده ارزیابی می‌کردند و هرچند برایش نقش مهمی در ترکیب قدرت قائل نبودند در آن زمان، اما بخش مهمی از مردم و گروه‌های اجتماعی را در دایره نفوذ قدرت آن اسیر می‌پنداشتند. اما از سوی دیگر هم اینان بخش دیگر از فرهنگ را نیز خطری مهم و حتی بسیار جدی‌تر از بخش عقب‌مانده آن تصور می‌کردند، خطری که پس از انقلاب تا همین امروز همچنان از آن به عنوان تهاجم فرهنگ غرب یاد می‌کنند. غربی که در پندار ایشان با حمایت از حکومت دستنشانده پهلوی تلاش می‌نمود تا ارزش‌ها و آرای بورژوازی لیبرال را به اندام‌های فرهنگ جامعه به ویژه بخش شهریان تزریق نماید. که اینجا بعد از شریعتی نقل قول می‌شود، اینا که من دیگه ازش می‌گذرم. بعد
در رابطه با این تئوری گسست و مسئله هویت به سه ویژگی مهم اشاره میشه. یکی هویت قائم به ذات، اولین ویژگی مهم در روایت اسلامگرایان از انسان انقلابی و نوین اسلامی به این نکته برمیگردد که هویت را امری قائم به ذات و استوار بر خود تلقی میکند. هویت قائم بر خود هویتی است به روی خود بسته، هویتی که میتواند ذاتش را از هر گونه دگرگونی که منشأش محیط خارج باشد مصون بدارد. این در حالی است که برای ایشان هویت افراد معمولی همانطور که بیشتر گفتیم تماما تحت تاثیر و زیر سلطه کامل فرهنگ از نوع سنتی یا غرب‌زده‌اش قرار گرفته. به همین دلیل نیز میتوان ادعا کرد که گسستن از فرهنگ در این اندیشه شرط اصلی برای تحقق آزادی فردی تصور میشود. بعد مسئله دوم که با این ارتباط پیدا میکنه و مسئله ظهور قهرمانه که در این دوره ویژگی مهم دیگر این ایدئولوژی این بود که میپنداش فرد میتواند تنها با اتکا به خود و با بهره‌وری از آموزه‌های ایدئولوژیک هویت خیش را از اساس و در ذاتش متحول سازد. اهمیت بیش از حدی که ایشان برای آگاهی یا آنچه خودآگاهی انقلابی می‌نامیدند قائل بودن از همینجا نشأت می‌گیرد. از یک سو انگاره خودپسندی هویت و از سوی دیگر اعتقاد به توانایی فرد در ایجاد تغییر در هویت فردی پیش‌زمینه‌های لازم را برای ظهور تصور قهرمان و همینطور همزادش ضد قهرمان در اندیشه‌های ایشان فراهم می‌کرد. در این حالت قهرمان به انسانی گفته می‌شد که در ابتدا هویت خیش را تماماً از نو آفریده و سپس آن را به تمام و کمال به درون خیش استوار ساخته است. مسلماً چنین قهرمانی میبایست بتواند در برابر تمامی عوامل بیرونی که قصد دخل و تصرف در او و هویتش را داشتن مقاومت کند و به این ترتیب آن فرد نیز اگر در زیر شکنجه میشکست یا به اراده خود این تصمیم را گرفته بود که در این صورت خائن تلقی میشد و یا اینکه در کار خودسازی انقلابی و ساخت هویت جدیدش دچار انحراف کشته بود. در اینجا نکته مهم در این است که در هر دو حالت مقصر اصلی خود فرد تلقی می‌شد و نقش شکنجه‌گران تنها به پرده برداشتن از حقیقت واقعی و درونی فرد تغییر می‌یافت. بعد مسئله سوم خشونت سازمان یافته به عنوان مهمترین ابزار برای ساختن هویت انقلابی که الان رضا بهش اشاره کرد. بعد خب توابی که اینا بعد تواب سازی در واقع به طور اجباری میخواستن قهرمان بسازن، در واقع که موقع لاجوردی گفته بود که دانشگاه اوین به عنوان دانشگاه آدم سازی اسم میبردن از اوین، در واقع توی چارچوب این فکر و این توری هست. بعد که باز با همین رابطه به مسئله فرایند فرهنگ زدایی در خدمت کسب آزادی فردی اشاره میشه، یعنی از دید این تئوری اسلامگرایانه انقلابی یا اون تئوری توابسازی از اون فرهنگی که بخش داره از اینکه جدا بشه تازه به آزادی فردی میرسه. دیگه من فکر می‌کنم این بخش کتاب خیلی برای منم جالب بود، مهم بود، اینه که اینجا یه سری چیزا مطرح میشه، گسست فرهنگی، اون دیدگاه علی شریعتی، خب اینا به نظر من بهتر بیشتر باز بشه که مثلا نگاه اینو نگاه از کی پدیدار شد توی جامعه ایران که اصلا معنای گسست فرهنگی یعنی چی، یعنی بعد اینکه چی جایگزین ایدئولوژی اینجا چه نقشی داره، راجبه اینا بیشتر من فکر می‌کنم بیشتر صحبت کنیم، چون مسئله فقط اسلام‌گراها نیستن، یعنی ما خودمون هم این چیزا رو داشتیم دیگه، اون تئوری انسان‌سازی، اون ربطش با تواب‌سازی، اینا رو یه خورده از چارچوب کتابی بیایم بیرون بیشتر گپ بزنیم شاید بهتر. اوکی، من سعی می‌کنم خیلی خلاصه بگم. ببینید دو تا چیز صحبتی که کردیم، من فکر می‌کنم دو تا مفهوم هست که هر دو مفهوم با توجه به موضوعی که من روش مطالعه می‌کردم اینا رو بهش توجه کردم، یکی تئوری گسسته، یکی هم مفهوم فرهنگ زدایی. این دوتا به نظر من خیلی برای من خیلی کلیدی بوده. فرهنگ زدایی به این معناست، خیلی تعریف کلی بخوام بهش بدم تو علوم انسانی، به این معناست که یک گروهی، یک فردی ارزش‌های مرجعی رو که داره
تو نظام معنایی که به زندگیش معنا میده، جهت میده، اینها رو از دست بده بدون اینی که یک نظام معنایی دیگه یا یک سیستم ارزش‌دهی دیگه جایگزینش بشه. اینو در ابتدا تو دهه 60 در رابطه با رابطه کشورهای استعمارگر و مستعمره مطرح کردن، یعنی اروپایی‌های استعمارگر وقتی توی فرهنگی می‌رفتن، توی جامعه می‌رفتن، فرهنگ خودشون رو تحمیل می‌کردن و اون افلاطون جامعه حتی گاهی اوقات زبان محلی خودشون هم دیگه نمیتونستن صحبت بکنن، بدون اینی که بتونن فرهنگ غربی رو جایگزین اون فرهنگی رو که به مرور از دست میدادن بگذارن. بعد اینو در رابطه با خیلی تحقیقات و اینا در رابطه با کودکان مهاجر در غرب الان این مفهوم خیلی استفاده میشه، بچه هایی که میان اینجا و بین دو تا فرهنگ گیر میکنن، نه کاملا نظام ارزشی فرهنگ خانواده رو میگیرن، یعنی کشور مرجع و مبدع، و نه ارزش های کشور که توش زندگی میکنن و درونی میکنن. خب این هم یک حالتی از موقعیت فرهنگ زدایی در حقیقت. حالا توی زمینای دیگه هم از این واژه استفاده کردم. من فکر برای بحث من این مفهوم خیلی مهم بوده. سه تا موضوع مختلف رو من با فرهنگ زدایی به نوعی توی حالا مقالات دیگه اینا رو به هم ربط دادم. یکی فرهنگ زدایی به عنوان پدیده اجتماعی تو جامعه ما، که اون چیز نمادینش اون چیزی که به عنوان اصلاحات ارضی میشناسیم، یعنی از جا کن شدن تعداد زیاد از افرادی که تو محیط سنتی خودشون زندگی میکردن، اینها به حاشیه های شهرهای بزرگ ایران اومدن بدون اینی که در این شهرها نهادهای اجتماعی امکانات لازم و برای جذب شدن اینها به فرهنگ جدید فراهم بیارن. اینم یک موقعیت فرهنگ زداییه، یعنی شما در حاشیه یک شهر بزرگ زندگی میکنید، از خانواده و سنت‌ها و بافتی که توش بودین، مخصوصا از خانواده گسترده که نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایرانی داره، به دور افتادین، در ضمن اینی که در احساس تعلق به شهر و فرهنگ شهر و استفاده از مزایای شهر رو نداریم. یعنی خیلی راحت کار آماری جامعه شناسی نشون میده که تعداد پارک‌ها اون موقع، اولا رشد تهران اینه که تو دهه 50 تقریبا تعداد آدمایی که در تهران زندگی میکردن دو برابر شده. انقلاب ایران یه لحظه نمادین جالبیه. انقلاب ایران موقعی رخ داد که تعداد شهرنشین‌ها در ایران و روستایی نشینان برابر شد. ابتدای قرن 20 تو جامعه ما 80% روستانشین بودن. حتی روستا هم حتی نمیشه گفت، یعنی بخش عمده شون تو ایلات و تو شرایطی به مراتب ببخشید عقبتر از اون. خب جامعه که ظرف 60-70 سال این حجم از مردمش محیط زندگیشون عوض میشه، این پدیده فرهنگ زدایی تو این افراد توی بخش مهمی از این جامعه شکل گرفته. پدیده دوم چیه؟ این انسان ها بعد من میگم که ایدئولوژی اسلامگرایی ایدئولوژیه که بر مبنای پروفایل یا این انسان فرهنگ زدا شده است. وقتی یک کسی مثل شریعتی میاد میگه که شما از یک سو نه به مذهب سنتی نیاز داری، یعنی نه به سنت و گذشته، برای یه انسان که نه فرهنگ سنتی شو داره و نه فرهنگ مدرن، احساس میکنه که این ایدئولوژی تماما مال اونه. از یک طرف میاد میگه تو اصلا نیازی نداری، اون اسلام و اسلام تاریخی یعنی اسلام فرهنگی، حالا ما باهاش موافقیم یا مخالف یه بحث دیگه است، بخشی از فرهنگ ما بوده، تو این اسمش تشیع صفویه. از اون ور میاد فرهنگ شهرها رو، طبقه متوسط شهری رو زیر علامت سوال میبره، میگه اینم از خود بیگانگی فرهنگیه،
کمک میگیره از مفهوم غرب زدگی جلال آل احمد، کمک میگیره از فرانس فانون و اون مفهوم از خود بیگانگی که فانون اون تو دوزخیان روی زمین و اینا مطرح کرده بود. یعنی شما وقتی این ایدئولوژی رو مطالعه میکنین میبینین که حالا خودآگاه ناخودآگاه مخاطبش انسانیه که نه احساس تعلق به اون ور میکنه، نه احساس تعلق به جامعه سنتی، نه به جامعه شهری. و این عدم احساس تعلق، یعنی اتمیزه شدن آدم ها، آدم ها تو این شرایط فرد نمیشن بلکه اتم های بی ارتباط با گروه های اجتماعی هم. که احساس خودکمبینی، احساس ترس و نگرانی های زیادی در این افراد تولید میکنه، که حالا تو پرانتز یه بخشی از فاشیزم هم یعنی یه سری مطالعات یا نازیسم نشون میده که افرادی بودن که مهاجر بودن از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ مثل فرانکفورت، وقتی پروفایل افسرهای اس اس رو مطالعه کردن، اینها کسانی بودن که نقطه ضعفشون یهو تبدیل میشه به نقطه قوتشون. یه کسی میاد بهش میگه که تو نه به اون فرهنگ نیاز داری، نه به فرهنگ شهری غرب زده نیاز داری، نه به فرهنگ سنتی خانوادت. در مقابل این بی فرهنگی من یه ایدئولوژی رو به تو پیشنهاد میکنم. حالا با تفاوت‌های بسیار زیاد، ولی عین این اتفاق برای خیلی از بچه‌ها و جوانان پسر تو اروپا که جذب داعش شدن اتفاق افتاد. یعنی همین پروسه فرهنگ زدایی بود که خیلی از جوانان اینها رو، یعنی مطالعاتی که لااقل من تو فرانسه دیدم و تو بلژیک میتونم بهتون بگم که یکی از دلایل جذب شدن اینا به داعش، عدم احساس تعلق هم به فرهنگ خانوادگیشون و هم به فرهنگی که توی جامعه میزبان رایجه. یعنی کسانی که میگن که وقتی ما میریم مراکش یا ترکیه به ما میگن بلژیکیه اومد، وقتی اینجاییم به ما میگن ترکه یا مراکشی اومد. یعنی هر دو گروه یه جوری به این حالی میکنن که تو کاملا مثل ما نیستی. خب وقتی یه ایدئولوژی میاد میگه که تو نه به اسلام سنتی پدر مادرت احتیاج داری، اون تحریف شده، عوض شده، نمیدونم همین ایدئولوگای کروات زنه به قول معروف که شیک بودنشون خیلی از ماها هم گاهی اوقات میتونه فریب بده، لااقل یه بخشی از غربی ها رو گاهی اوقات فریب میده، از اون ورم همزمان بهش میگه که به هر حال تو هیچ وقت تو این جامعه جا نمیفتی، به هر حال اینجا همیشه خارجی. در مقابل این یه ایدئولوژی میذاره در اختیارش، نه یه دین. اینه که خیلی مهمه. یعنی بحث من اصلا وارد مسائل یا مفاهیم دینی نمیشه. این ارتباط بین تئوری گسست اون وقت همینه. یعنی این تئوری مثلا در مورد مذهبی یا شریعتی صادق، در مورد غیر مذهبی ها چی؟ خب اونا هم همچین روندی آره؟ داشتن دیگه. ببینین اساس اصلا طریقه ای که فرض کنید فدایی ها عمل میکردن، اصلا طریق خونه تیمی، یعنی فرهنگ زدایی یعنی چی؟ یعنی قطع رابطه با گروه های اجتماعی. وقتی شما رو از یک بافت محیط اجتماعیتون میارن بیرون، خب وقتی به شما میگن که هیچ اتوریته بیرون از شما وجود نداره، نه گروه های سیاسی قبل از شما میتونن چیزی به شما یاد بدن، یعنی این قائم بودن بر ذات تو تئوری های رادیکال مارکسیستی هم بود. ببینید این خیلی چیز غریبیه، یعنی نمیدونم چند تا نمونه میشه پیدا کرد که دو تا سازمان سیاسی تو دهه 50 40 ایجاد میشه، سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، هر دو تیتر سازمانشون به افرادشون در درون ارجاع میده. خب نیروهای ما در گذشته اسمشون چی بود؟ حزب توده ایران، یعنی ارجاع به بیرون از گروه و به یک مفهومیه که از مردم داره، توده. جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران. شما یهو در مقابل دو تا سازمان قرار میگیرین که هیچ اتوریته بیرونی رو به رسمیت نمیشناسه، تیتری که برای خودش قائله، قائم نه باز بر یک ایده بلکه بر اعضا، یعنی اون همون مفهوم
قهرمان سازی. خب مسائل رو بر روی عواطف قرار میده، یعنی ما اینجا دیگه به کل فاصله میگیریم. بعد شیوهی که عمل میکنه چی؟ حالا درسته که اینا رو میشه اینجوری توجیه کرد، ملاحظات امنیتی فلان اینا، ولی قطع کردن رابطه یک فرد با محیط اجتماعیش، آوردنش توی خونه‌ای که نمیتونه با هیچ کدوم از اون گروه‌ها، خب، و برقراری یک سری قواعد بسیار مشخص و بسیار سخت حتی در مورد روابط جنسی، یعنی روابط جنسی اتفاقا توی این پروسه فرهنگ زدایی بهتر میشه فهمیدش چرا سختگیری میکردن. چون از یه طرف آدم میتونه بگه که مثلا فرض کن فدایی‌ها اعتقادات دینی نداشتن، برای چی مسئله جنسی؟ یا برای چی برای مجاهدین تو عراق روابط حتی بین زن و شوهر؟ برای چی؟ برای اینکه این نوع تفکر هیچ جایی برای فضای خصوصی قائل نیست. وقتی از انسان انقلابی صحبت میکنه، وقتی از شخصیت انقلابی صحبت میکنه، توی گفتمانش یک نوع تحقیر نسبت به خواسته های فردی، نسبت به علایق فردی، نسبت به زندگی فردی وجود داره. خب تو خونه تیمی زندگی خصوصی رو به کل حذف میکنی، رابطه‌ش رو با گروه‌های اجتماعیش قطع می‌کنی، تو در حقیقت یه پروسه‌ای رو ایجاد می‌کنی که این فرد در طی اون پروسه آماده میشه برای انجام چی؟ برای انجام اون خشونت. در اصل به نوعی ما یه شعری داشتیم از ابتهاج اون موقع به اسم دیر است گالیا، یادتونه؟ گفت دیر است گالیا در گوش من فسانه دلدادگی می‌خوان. یک عاشق یه دختره ولی رفیقاشو کشتن، اعدام شدن، بعد این به این گالیا میگه دور شو، نمیخوام به رفیقام فکر کنم، یعنی نمیخواد به اون حوزه خصوصی نزدیک بشه، یعنی خطره عشق، نمیدونم چی اینا ترد میشد دیگه یه جوری. تو این شعر مخصوصا خیلی چیزه. یا حتی غیر چریکام بود، من یادم چیز خاطرات این هوشنگ تیزابی مال حزب توده ایران بود میخوندم، میگفت یه مثلا دختر همسایه ظاهرا از این خوشش میومده ولی این اصلا محلش نمیذاشته، دختر بارها به این نشانه داده که بابا بیا یه قراری بذاریم، ولی این اصلا طرفش نمیرفت، یعنی تمام حوزه خصوصی ترد میشده دیگه، رابطه با محیط ترد میشد. ببخشید. خب در مورد اون قسمت آخر که به نظر من یکی از مهمترین قسمت‌های این کتابم هست، مثلا اون جایی که تمامیت‌خواهی در واقع مورد بررسی قرار می‌گیره، من خیلی کوتاه فقط صحبت می‌کنم، بقیه رو می‌ذارم به عهده خدا رضا و خمینی. توی قسمت تمامیت‌خواهی دو تا مقاله هست که نقش محوری داره، یکی تمامیت‌خواهی و ابزارهایش برای کنترل فضای خصوصی که اینجا خب یه سری مفاهیم خیلی کلیدی هست، این فضای خصوصی، فضای همگانی و سیاست سیاسی گردانی به عنوان روشی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای کنترل جامعه به کار گرفته و نقشی که مجموعه نیروها از جمله خود ما تو این پیشبرد این سیاست داشتیم، اینا چیزایی هست که من دیگه از خوندن متن اینا صرف نظر میکنم، میذارم به عهده خود رضا. بعد مثلا اینکه دین به عنوان ابزاری برای کنترل فضای خصوصی ازش استفاده میشه و مثلا چه نگاهی اسلامگرایان انقلابی به فضای خصوصی داره، بعد مسائل اینجوری و یه مقاله خیلی مهم دیگه که اینو من شخصا دیگه در موردش صحبت نمی کنم چون در حوزه تخصص من به هیچ وجه نیست، مسئله یه نظام سیاسی هنر و سانسور هست و اینم اینجا به نظر من یکی از چیزهایی هست که مقالاتی هست که خیلی ایده های جالب و قابل فکر توش مطرح شده، من فقط همین بهش اشاره می کنم و اینو واگذار می کنم که اگر چون همایون تو این عرصه بیشتر صاحب نظر هست و اخوال ما بی‌هنری نیست که هنرمند و دیگه من کوتاه میکنم صحبت رو. همایون تو اگه سوالی چیزی مطرح هست بکن که بعد از صحبت. خب در این بخش نظام سیاسی و هنر ما با یه ایده جدیدی مواجهیم که بحث موضوع هنرمند متعهد یا هنر متعهد رو بخش چالش میکرده، یعنی اینکه
کلن زیر سوال میبره که این شکل در جامعه ایران عمل کرده، جوانب مختلفش چی بوده. و برای شروع این بحث یه اول دو تا نظام سیاسی رو تعریف کرده، یکی نظام سیاسی اقتدارگرا دموکراسیه که اشاره به زمان قبل از انقلاب پهلوی دومه، یکی هم به نظام تمامیت خواه لیبرالیسم. خب این در تقابل با هم دو تا مفهوم متفاوت از دو تا جامعه داده، یکی قبل از انقلاب یکی بعد از انقلاب. شروع بحث در مورد هنر و سیاست از این دو مفهوم شروع میشه که به نظر من اول راجع به این دو قضیه خود رضا توضیح بده، بعد وارد این مقوله میشیم که تو این بحث دو تا صحبت دیگه زیر مجموعه شه. یکی همونی که خسرو هم مطرح کرد، سیاست زدایی از سپهر همگانی، و از طرف دیگه سیاسی گردانی هنر. حالا این دو تا مفهوم تو این دو تا جامعه چجوری عمل میکنن بحثیه که فکر میکنم رضا خودش راجع به این شروع بکنه، بعد سوالای بعدی بعدش ما مطرح میکنیم راجع به هنر متعهد. من پس یعنی در مورد همین دو تا جامعه قبل و بعد از انقلاب ویژگی هاش، این که اقتدارگرا دموکراسی چیه، تمامیت خواه لیبرالیسم چیه. من در واقع برای اینکه صحبت بکنم و مقایسه بکنم این دو تا نظام، نظام پهلوی رو با نظام جمهوری اسلامی، سعی کردم اول توضیح بدم که این دو حکومت رو چجوری میشه فهمید. برای این مراجعه کردم به در حقیقت یکی دو تا کتاب و بحث رو با این شروع کردم که یه توی در حقیقت میشه گفتش که فلسفه سیاسی یه پرسشی که در رابطه با حکومت سیاسی وجود داره، میگن که یک کسی بوده در اواخر قرن 19 به اسم لورد اکتون، این میگه دو تا موضوع رو ما باید روشن کنیم برای اینکه قدرت سیاسی رو بتونیم توضیح بدیم. یکی اینه که قدرت رو چه کسایی باید در دست داشته باشن، یعنی چه پاسخی اون نظام سیاسی به این میده. دوم اینه که حوزه اختیارات در واقع و محدوده قدرت سیاسی چیه، تا کجا حق نظارت بر زندگی شهروندانه شده. بعد فیلیپ نمو که یه فیلسوف فرانسویه توی کتابی به اسم تاریخ فلسفه سیاسی میاد اینو به این دو سوال سعی میکنه پاسخ بده. برای پاسخ به این دو سوال میگه در رابطه با سوال اول، یعنی قدرت سیاسی رو چه کسایی باید در دست داشته باشن، میگه که ما دو تا یک محور داریم و دو نهایت. یک نهایت رو اسمشو میذاره اقتدارگرایی که قدرت رو در دست یک عده بسیار محدودی تعریف میکنه و چیزی به نام گردش قدرت تو اونجا وجود نداره. حالا توجیهش میتونه نظام شاهنشاهی باشه، سلطنتی باشه، مذهبی باشه، ایدئولوژیک باشه و اینا. و اون سرش در مقابل اقتدارگرایی در حقیقت دموکراسی رو میذاره که خود مردم و خود شهروندها هستن که با مشارکتشون در پهنه عمومی، با دادن رأی و امکان فعالیتشون در جامعه، یا حکومت هم حکومت رو تعیین میکنن و هم حکومت رو نسبت به خودشون پاسخگو میکنن. خب میگه این دو نهایت. دو نهایت دیگه هم که قائل میشه برای پاسخ به سوال دوم، یعنی حوزه اختیارات یک حکومت چی هست، از یک طرف میگه که در حقیقت ما لیبرالیسم رو داریم، تمامی تئوری‌های لیبرالیستی در حقیقت در غرب، چون دموکراسی هم ما خیلی مواقع وقتی از حکومت‌های غربی صحبت می‌کنیم میگیم حکومت‌های دموکراتیک، فراموش می‌کنیم که بگیم اینها همشون حکومت‌های دموکراتیک لیبرال هستند. خب یعنی از دو بخش و تمام تمرکز ما روی اینه که حکومت اینجا بر اساس مردم و به شکل دموکراتیک انتخاب شدن. اما دموکراسی به تنهایی کافی نیست، برای اینکه دموکراسی به تنهایی میتونه هیتلر رو به قدرت برسونه، به صرف اینی که اکثریت یک جامعه
به کسی رأی میدن مشروعیت برای قدرت سیاسی ایجاد نمیکنه. تفکر لیبرالی که در گذشته در نوعی تضاد و کشمکش با تفکر دموکراتیک بود، چون لیبرال ها معتقد بودن که اگر قدرت رو به دست اکثریت مردم بدیم ما با فاجعه به کرات روبرو خواهیم. خب اومدن و شدیدن تفکر لیبرالی تفکر فوق العاده نگاه منفی به قدرت داره، قدرت رو یک نوع شر ضروری میدونه، یعنی تا اونجا پیش نمیره که برسه به آنارشیست و بگه باید قدرت سیاسی رو از بین برد، باید وجود داشته باشه، ولی تا جایی که میشه امورات شهروندها باید به دست خودشون اداره بشه. اینی که مثلا از لیبرال ترین حکومت ها ما حکومت های آنگلو ساکسون رو داریم، انگلیس و امریکا، که کاملا تا جایی که امکان داره خیلی از امور رو واگذار کردن به جامعه مدنی، که این البته میتونه نابرابری اجتماعی هم به وجود بیاره که حالا اونها بحث‌های دیگه است. در مقابل لیبرالیسم که مینیمم قدرت رو برای حکومت قائل میشه، ما نمو توتالیتاریسم رو میذاره، یعنی ایده تو اون سره میشه گفت جهت خلاف، ایده که میگه که قدرت سیاسی همه چی رو باید کنترل کنه، نه تنها فضای عمومی، سپهر عمومی رو، بلکه حتی جزئیات زندگی شهرونداش. حالا اینو به شیوه های مختلف، یعنی شما تو حکومت نازیسم، استالینیسم و جمهوری اسلامی، هر کدوم از ایدئولوژی های این حکومت ها به شیوه های مختلف دخالت مدام حکومت سیاسی رو چیکار کردن؟ حالا در رابطه با این دو رژیم یه تناقض و تنش‌های درونی این دو رژیم رو من خواستم به این شکل نشون بدم که اگر برای پاسخ به دو سوال، ما اگر از یک طرف دموکراسی رو داشته باشیم و از یک طرف لیبرالیسم، اتفاقی میفته که تو غرب افتاده، یعنی این دو وجه میتونن با هم چفت بشن در ضمن اینی که با هم تنش دارن. خب یعنی هم مردمی که رأی میدن هم حقوق فردی تو قانون اساسی خارج از رأی مردمه. اون 10 ماده‌ای که تو قانون اساسی امریکا هست که مشخصا حقوق فردی رو تعیین میکنه از اندیشه لیبرالی ساطع میشه، خب از همون بند اولش که به فرد ارجاع میده، و اینها رو هیچ وقت نمیشه به رأی گذاشت. میثاق ملیه یا متمم قوانین حقوق بشر به قانون اساسی فرانسه غیر قابل به رأی گذاشتن، یعنی یه جاهایی هست اینها تو قانون اساسیشون غیر دموکراتیک میشن. به خاطر حفظ چی؟ به خاطر حفظ اینی که اگه یه موقعی برای تضمین در حقیقت نیومدن فاشیسم یه موقعی اکثریت اینجا راست شدن، یه چیزایی هستش که به لحاظ قانونی برای اونها بسیار دشوار خواهد بود که یه رفراندوم بذارن و سلی با رفراندوم قضیه رو چیکار کنن. از اون طرف اقتدارگرایی و توتالیتاریسم هم با هم خیلی چفتن. اما مشکل و تناقض تو رژیم پهلوی چی بود؟ اینی که میخواست اقتدارگرایی رو، یعنی محدود کردن قدرت سیاسی در دست یک عده محدود، رو پیوند بده به یک نگاه لیبرالی در مورد زندگی فردی، یعنی افراد تو جامعه ما اگر وارد حوزه سیاست نمیشدن ما داشتیم به سمت یک نظام لیبرالی میرفتیم. ولی تلفیق اقتدارگرایی و لیبرالیسم یه تنش درونی تو اون سیستم ایجاد میکنه که اون باهاش زندگی کرد. تنش درونی جمهوری اسلامی چیه؟ پیوند توتالیتاریسم، یعنی پیوند تمامیت خواهی با نوعی هرچند کمرنگ از دموکراسی. از اونجایی که از پس یک انقلاب به قدرت رسیده بود، از اونجایی که توده و مردم و امت یک مفهوم خیلی اساسی براش بود، به نوعی جمهوریت اینا تن دادن. جمهوری در حقیقت اسلامی، جمهوریتش همین وجه دموکراسی نیمبندشه و اون اسلامی بودنش که ولایت فقیه رو با خودش آورد بخش تمامیتگرا. این تناقض تو درون این سیستم الان تبدیل شده به اصلاح طلبی و
اصولگرایی و ما میبینیم این تنش رو با هر انتخاباتی که در درون این نظام پیش میاد و به نوعی انگار اینا دارن متوجه میشن. مخصوصا اصولگراها بارها گفتن که باید حکومت رو یک دست کرد، یعنی شروع کردن حتی از حکومت اسلامی صحبت کردن. الان هم که میدونین بحث در مورد اینه که رئیس جمهور رو، یکی از بحث هایی که ظاهرن هست، رئیس جمهور رو بذارن کنار. یعنی این تناقض درونی رو یک بار برای همیشه چیکار بکنن؟ همیشه رفع بکنن. این در رابطه با این قضیه. حالا ماهیت سیاست هنر در این دو جامعه چه جوری عمل میکنه؟ یعنی هنر در زمان شاه چه جوری بوده، الان چه جوریه؟ مخصوصا در مثلا تو کتاب بیشتر به مرحله دهه 40 به بعد اشاره شده که یک نوع روشنفکری متعهد، یک نوع هنر متعهد، هنرمند متعهد پا به عرصه وجود میذاره. خب نویسنده ها، هنرمند ها، فیلمساز ها همه تو این چارچوب میگنجیدن. البته به قبلش پرداخته نشده. این که مثلا فرض بگیر تا اون مقطع ما نویسنده هایی مثل هدایت داشتیم، مثل نیمایوشیج داشتیم که اینا ظاهرا اون فردیتی در آثارشون وجود داشته، ولی بعد این اصلا عوض میشه. رابطه هنر و سیاست تو اون جامعه چجوری بوده و توی جامعه‌ای که بعد از انقلاب چجوری بوده، این برای رسیدن به مفهوم هنر، هنر متعهدینا کمک میکنه به ما که این قضیه رو به چه شکل باشه. اگر ممکن هست در همین رابطه مسئله سانسور تو دوتا نظام رو هم یه توضیح بده، چون اینا هم با هم دیگه تفاوت‌های جدی داره به شکل سانسور هستن. اوکی. ببینید توی به هر حال از اگه بخوایم همون سیستمیک نگاه بکنیم، یعنی ما توی نگاه سیستمیک موافقین و مخالفین و کسایی که تو حاشیه زندگی میکنن اینا همه به هم در قالب این سیستم به نوعی وصله، یعنی بر روی همدیگه تأثیر میذارن، از همدیگه تأثیر میگیرن. اتفاقی که زمان شاه افتاد، یعنی وقتی که شما ما با یه حکومت میشه گفتش که اقتدارگرای کلاسیک روبرو بود، یعنی قدرت سیاسی در دست یه عده محدودی وجود داشت و شیوهش و از اون طرف به خاطر اینی که لیبرال بود، یعنی خیلی از قوانین ما حتی به شکل لیبرالی داشت تغییر میکرد. همه اونایی که جمهوری اسلامی ظرف یک سال اول مثل قانون خانواده و اینا رو همه رو شروع کرد به حذف کردن، بخشای در حقیقت لیبرالی قوانینی بود که برای حفاظت و حراست از حقوق خانوادگی یا فردی داشت تو جامعه ما به وجود می اومد. سیاست در حقیقت حکومت پهلوی در رابطه با مخالفینش سیاست زدایی از پهنه عمومی بود. یعنی چی؟ یعنی در مورد همه چی میتونین حرف بزنین به جز سیاست. اما برای اینی که این امکان رو در اختیار شهروندها بگذاره که در مورد همه چی صحبت بکنن به جز سیاست، باید محدوده سیاست رو تعریف میکرد. یعنی شما به عنوان شهروند در نظام پهلوی میدونستین که از کجا وارد مرزهای قرمز میشین و اگر در مورد اون موضوعات صحبت بکنین مسئله پیدا میکنین، و اگر نمیخواستین مسئله پیدا بکنین میدونستین که باید چگونه رفتار بکنین. یعنی و بر این اساسه که اون موقع فضای اون جامعه خفقانه. یعنی چی؟ یعنی فضایی که یک محدوده های قرمزی وجود داره ولی حد و حدودش روشنه، سعی میکنن اینو خیلی بازش نکنن برای اینکه نمیخوان درگیر بشن با جامعه و جامعه مدنی و اینا. اما مخالفین اون موقع این نظام که میخواد سیاست رو محدود نگه داره در قالب هنر متعهد به عنوان یک ابزار مشروع، و هنرمندان ما بخش عمده‌شون از دهه مثلا فرض کن 35-40 وارد این پروسه شدن، درست خلافش رو عمل کردن. یعنی چی؟ یعنی سیاستشون شد سیاسی گردانی فضای عمومی. بخشی از این سیاسی گردانی به فرهنگ ما باز میگشت و مخصوصا به هنر، مشخصا توی بحثی که من کردم. یعنی چی؟ یعنی ما از هنر به عنوان ابزاری برای مبارزه سیاسی استفاده بکن. برای اینکه بتونه این کارو بکنه
اومد چیکار کرد؟ اومد توی اون زیبایی شناسی که به وجود آورد محتوا رو از فرم جدا کرد. محتوا تبدیل شد به پیام نویسنده یا شاعر، فرم تبدیل شد به جنبه زیبایی شناسانه که باید استتار بکنه اون پیام. مشخصا خود شاعرها مثلا بعدها اینو گفتن که منظورشون از گفتن شب چیه، منظورشون تو اون شعر از گفتن ستاره چیه. یعنی فرم شروع کرد به قاچاق معنا. وظیفه فرم شد قاچاق کردن معنا در امور سیاسی که ظاهرا به این ربط نداشت. خب این صدمه ای که به هنر تو جامعه ما زد اینه که از یک سو هم صدمه زد به سیاست، هم صدمه زد به هنر. صدمه ای که به هنر زد این بود که هنر رو تحت سیطره تفکر سیاسی در آورد. یعنی جنبه فرمش میتونست خیلی زیبا باشه، خیلی قشنگ باشه، اما محتوایی که درش گنجیده شده بود هیچ ربطی به تجربه درونی و فردی شاعر نداشت، بلکه یک سری ایده هایی رو که توی گرایش خاصی قرار میگرفت از این طریق سعی میکرد چیکار بکنه؟ سعی میکرد تو سطح جامعه ترویج کنه. ضربه‌ای که به سیاست زد چی بود؟ اون چیزیه که یک نویسنده تاریخدان نسل سوم در حقیقت نازیسم توی آلمان، اسمش الان یادم رفته، این یک کتابی داره خیلی قشنگ نشون میده که آلمان‌ها، نازی‌ها چگونه از هنر استفاده می‌کردن برای ایدئولوژی خودشون. یه مفهومی داره که به نظر من میشه اینجا ازش استفاده کرد. اون مفهوم هست زیباگردانی سیاست. یعنی هنر متعهد ضربه‌ای که به سیاست زد اینه که سیاست رو زیباش کرد، اون سیاستی رو که اونها پیش گرفته بودن و مقاصدی رو که دنبال میکردن. از وقتی که بحث همون کاری که اسلامگراها کردن، اسلامگراها از هنر استفاده نکردن، یعنی پروسه زیباگردانی سیاست نبود، پروسه روحانیگردانی سیاست بود. چون سیاست رو پیوند زدن با دین، یکو مسائل سیاسی تبدیل شد به یک سری مفاهیم الهی یا به یک سری مفاهیم. خب شما وقتی به خود سیاست هم صدمه میزنید، یعنی سیاست که باید جای در واقع عقلانیت باشه، جای گفتگو باشه، جای تجزیه و تحلیل باشه و جای تلاش برای قانع کردن طرف مقابل بدون استفاده از وسایل دیگه، این تبدیل شد. یعنی زیبا کردن سیاست به نوعی یک نوع فریب ایجاد میکنه. شما وقتی سرود گوش میکنی، وقتی چگونه فولاد آب دیده شد، این یک نوع زیباگردانیه. یا بریم گل نسل، دقیقا گله یادم نمیاد، اما میگفتم بریم یه گلی بچینی. تبلیغ این کتاب ها، شما وقتی اینو میخوندین ارتباطی که با سیاست میگرفتین یک ارتباط عاطفیه، یک ارتباط احساسیه. سعی نمی کنن از طریق عقل شما شما رو قانع کنن، بلکه از طریق احساساتی که در شما ایجاد می کنن. اینو همه نظام های تمامیت خواه، هم فاشیستا، هم نازی ها، هم استالینی ها، هم به قول جمهوری اسلامی، در حقیقت این کار کردن و هم به هنر صدمه زدن و هم به دنیای سیاست. حالا تو این قسمت که صحبت کردی گفتی فرم و محتوا با هم متناقض شدن، یک نوع سمبولیزم ایجاد شد دیگه، همین شب مفهومش چیز میشد. این سمبولیزم با اون سمبولیزم کلاسیک فرق میکنه دیگه، یعنی این نویسنده ها و هنرمند ها بیشتر به واقعگرایی نزدیک بودن تا سمبولیزم، چون سمبولیزم خودش اواخر قرن 19 هم اینا که اومد در واقع در مقابله با واقع گرایی ظهور کرد. آرتور چیز و مالارمه و اینا همه یعنی در مقابله با واقع گرایی رئالیسم اینا وجود مدن. ولی این نوع سمبولیزمی که بیان میشه
متفاوته، یعنی ابزار بیشتر تا سبک. درست فهمیدم یعنی؟ دقیقاً. ببینید من واژه سمبولیسم رو استفاده کردم، اگه نگاه کنید تو کتاب سمبولیسم رو من تو گیومه گذاشتم، بیشتر به خاطر اینه که خود این هنرمندها از این عنوان استفاده کردن برای توضیح هنر متعهدیش و اینی که فرم چگونه محتوا در پس فرم به نوعی پنهان میشه ولی میتونه پیام شاعر رو مثلا به مخاطبش با این پنهانکاری برسونه. و خب این هیچ ربطی با سمبولیسم توی غرب که همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هم تو ادبیات سمبولیسم توی غرب در تقابل با ناتورالیسم و پوزیتیویسم به وجود اومد دیگه. یعنی چی؟ یعنی اون تلاشی که مثلا ناتورالیستا داشتن، امیل زولا مشخصا، این بود که امیل بتونن مثل یه عالم علوم اجتماعی انسانی تو رمان واقعیات رو بازگو کنن. یعنی اون نگرش پوزیتیویستی بود. سمبولیسم اومد در حقیقت چی گفت؟ گفتش که واقعیت خیلی پیچیده تر از اینه، واقعیت حتی رازآلوده. برخی از سمبولیست ها رفتن حتی به سمت ایده های عارفانه در مقابل در رابطه با، اما یه تشابهی بین سمبولیسم غربی، حتی فقط یه تشابه به نظر من با هنر متعهد هست، اونم اینه که سمبولیسم و برخی از تاریخ نگارای تاریخ هنر غرب یک نوع بازگشت به گذشته قلم داد میکنه توی جریانهای هنری و ادبی اینا. به چه معنا؟ به این معنا که سمبولیسم در حقیقت توی غرب معتقد بود که مسئله اصلی ایده است، ولی اون ایده حالا در میتونه متافیزیک باشه که خیلی هاشون در حقیقت تفکرات متافیزیکی داشتن و از فرم باید استفاده کرد فقط برای اینکه اون معنا رو بشه منتقلش کرد. نقش فرم در کاهش پیدا میکرد به انتقال مفاهیم دشواره که شاید مثلا زبان از گفتنش قاصر بود، همون تفکری که مولوی هم داشت در رابطه با اینی که زبان ما قاصره از بیان حقیقت و شعر این امکان رو با تصویرسازی و امکاناتی با مسائل دیگه در اختیار شاعر قرار میده. و اینکه بتوش... یعنی توی سمبولیسم از این بابت یه گرایش به عقبه، ایجاد تفاوت میان فرم و محتوا توش هست و اساساً ایجاد تفاوت میان فرم و محتوا میشه گفتش که هنر سنتی قبل از پیدایش رنسانس در واقع. خب هنری که هنر مدرن بر این دوگانگی اصلا قائل نیست، یعنی نه توی ادبیات نه توی نقاشی، تو زمینه‌های مختلف. یکی از کار به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر همیشه از خارج حوزه هنر میاد. تا وقتی که یه هنرمند بر اساس فکر یک ایده کار هنری میکنه، وابسته است به یک مرجع بیرونی. چیزی که برای نقاش اینجا تو غرب، برای رمان نویس اینجا مهم بود، اون مفهومیه که ما حتی براش معادل به زبان فارسی نداریم. ما تو فرانسه بهش میگیم اتونومی، آن توی آلمانی نمیدونم چیزی اتونومی، اتونومی یه واژه‌ایه که یعنی به فارسی حالا به نظر من شاید بشه اینجوری ترجمهش کرد، خود بنیادی. معمولا ما اینو اینجوری ترجمه میکنیم که مستقل بودن، در حالی که مستقل بودن بیشتر همون واژه ایندپندنت مثلا تو ایندپندنت بودن، یعنی نسبت به محیط بیرون وابسته نبودن. کسی که کار میکنه ایندپندنت، پس برای اینکه به لحاظ مالی رو پای خودشه. اما خود بنیادی یعنی چی؟ خود بنیادی یعنی اینی که برای انتخاب‌های مهم توی زندگی فقط به خودش آدم مراجعه کنه، نه به گروه های اجتماعیش مراجعه کنه که پدر مادرم چی فکر میکنن یا دیگران در مورد ما، نه به دینش فکر بکنه که آیا این کاری که میکنن به لحاظ دینی، یعنی که. و این تو همه حوزه های اینها
گسترش پیدا کرده. من جمله تو هنر، یعنی هنر خودبنیاد، هنری برای اینکه بتونه خودبنیاد باشه باید خودشو از همه نظام‌های معنایی خارج از خودش می‌برید. خب و اون مشاهده‌گری رو که جاش گذاشت در واقع اتکا به خود بود. من از وقتی تصمیم می‌گیره نقاش به جای اینکه مسیح رو تصور کنه روی صلیب، باید می‌رفت متون می‌خوند، می‌دید که دقیقاً چند نفر آدم دورش بودن، اینا همه از ایده است. ولی از اون موقع که طبیعت رو کشید، باید به چش خودش، این شروع اتکا به خود بود، درست مثل به وجود آوردن همونجور که در ابتدا گفتم پرسپکتیو. پرسپکتیو وقتی وارد نقاشی شد اصلا به این معنی نیستش که نقاش‌های قبل از پیدایش پرسپکتیو اصلا نمی‌فهمیدن پرسپکتیو چیه. خیلی هم خوب می‌فهمیدن تو بعضی از کارهای بعضی از نقاش‌های کلاسیکم، ولی وقتی نقاش مسیحی می‌خواسته در گذشته نقاشی کنه پرسپکتیو نباید وجود می‌داشته، برای اینکه یک امر قدسی، یک امر متعلق به یک دنیایی که به دنیای ما ربط نداره رو باید می‌کشیده. اما نقاش دوره رنسانس وقتی که شروع کرد پرسپکتیو و ملاک قرار دادن، یعنی چی؟ یعنی نگاه انسان رو وارد، این اولین قدم بود برای زمینی کردن اثر هنری. این تا اونجا پیش رفت که هنرمندا ادعا کردن که ما به هیچ نظام فکری خارج از خودمون برای خلق نیاز نداریم و این بنیان در حقیقت. خب این مفهوم خودبنیادی هنر مدرن پس ربطی پیدا میکنه به اون مفهوم هنر برای هنری که متداوله دیگه، یه جوری این یه دید متقابل هنر متحد میشه، در صورتی که جامعه ما مفهوم هنر برای هنر خیلی خیلی چیز منفی چیز شده دیگه، بین همه چیز منفیه که این هنر برای هنر هیچ چیز الغ اجتماعی نداره، چیز نداره، حالا آدمای بیدرد بیدرده که برای، در صورتی که این با این تعریف هنر برای خودش یه هویت مستقلی داره که پایبند به همون هویت مستقل خودشه، نه چیزی خارج از اون. یعنی در نتیجه با این تعریف شما هنر برای هنر یه ارزش مثبتی چیز میشه دیگه. از یه طرف مثبت، از یه طرف کیا تو قرن 19 تو فرانسه طرفدار هنر برای هنر بودن؟ یکیش ویکتور هوگو. آیا ویکتور هوگو رو شما میتونین بگین که به لحاظ اجتماعی خودشو وقتی که ویکتور هوگو از هنر برای هنر طرفداری میکنه، از استقلال هنرمند نسبت به سیاستمدار و نسبت به کلیسا دفاع میکنه، یعنی میگه هنرمند نه نیاز به توی سیاستمدار داره، یک جور در حقیقت باز کردن یک حوزه مستقل هنر، میگه که هنر دیگه ابزار نیست در خدمت کلیسا، یا ابزار نیست برای اینکه صاحب قدرتی از من بخواد که من براش یک کاری رو. اصلا به وجود اومدن نقاشای بزرگم تا قرن 14 اینا هیچ کنشون پای تابلوهاشون امضا نمی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر که اصلا مهم نبود که نقاش کیه، یک ایده ای رو بهش میدادن، یک پولی دریافت میکرد و اینو میکشی. نقاش از وقتی که شروع کرد امضا کردن تابلو، یعنی چی؟ یعنی اینی که من نقش دارم تو این چیزی که داره اتفاق میفته، و این یه مسیری بود که میشه گفتش به مرور رفت. حالا هم سیاستمدارا، هم صاحبان ایدئولوژی، هم صاحبان سرمایه، به هر حال وجود هیچ حوزه مستقلی رو بر نمیتابن. من جمله حکومت‌های تمامیت‌خواه. برای حکومت‌های تمامیت‌خواه اتفاقا همشون، همه حکومت‌های تمامیت‌خواه از طرفدارای پروپا قرص هنر متحده. اسم کتاب گذاشتی روانشناسی خشونت سیاسی. از نظر من اگر اسم کتاب بود روانشناسی خشونت در قدرت، این قدرت دیگه از پایین پایین از خانواده شروع میشه، از بچه بزرگتر نسبت به بچه کوچکتر، برو تا بالا به همه جا. کاملتر نبود از این اسم؟ چرا؟ یعنی مجموعه بیشتری رو در بر می‌گرفت.
ولی از اونجایی که مقاله های من مشخصاً همشون به امر سیاسی، حالا نه حتما امر سیاسی که در قدرته، مثلا گروه هایی که هنوز در قدرت هم نیستن، ولی در پهنه سیاست در واقع از خشونت به عنوان ابزار شروع کردن به استفاده کردن، کم و بیش تو این محدوده، تو این محدوده در واقع. خب چیزی که تو میگی، من مثلا اگر مطالبی در مورد رابطه همجوری که تو میگی والدین با فرزندان باید نوشته میشد، رابطه میان مرد با زن، اینا همه رابطه های قدرت دیگه، همونجوری که تو میگی رابطه بین اکثریت و اقلیت توی جامعه رابطه قدرته، و تو همه این رابطه ها میبینیم که خشونت یه نقشی داره که من به این جنبه ها نپرداختم مثلا، یعنی محدود مونده به همون حوزه میشه گفتش که سیاست. سوال هم در واقع دو سوال از سوالی که هم مربوط میشه، یکی اینکه فکر میکنم تنها منبع فارسی که گفته شکنجه سفید اپنومی هم باشه، اونجایی که یادمه خیلی از خودم مقاله. سوال من اینکه اصلا کسی به طور سیستماتیک به این مسئله غیر از تو برخورد کرده، یا تو اولین کسی هستی که به طور منسجم به این مسئله برخورد کرده، و در رابطه با همین منابع چی بوده؟ کسایی بوده که مستقیم با خودت ارتباط داشتن، فرض کن در مورد تبابا، این مسئله ایه که اونجا کنم اینا نسبتا جدیده، کمتر کسی بهش پرداخته، مستقیما با تبابی خودت در ارتباط بودی، و بازم در همین رابطه واقعا یه مسئله تابوییه مسئله تبابا. یعنی من شخصا تا حالا نشدم که کسی بگه که من قبلا تواب بودم و راجع به این صحبت بکنم. خب کسایی که تو ایران هم مشخص برادر از جمهوری اسلامی همچنان هست، ولی فقط فکر کنم ترس از جمهوری اسلامی نیست، ترس از این که بگن من شکست بودم یا تو دید بقیه هم و یه آدم تواب فکر میکنم هنوز اینجوریه که فکر میکنم آدم ضعیفی بوده یا هر چیز دیگه. مطمئن خیلی اهمیت داره که به این مسئله پرداخته شد که تبابه بتونن حرف بزنن، هم برای خودشون هم برای کسان دیگه. تا چه حد این مسئله شروع شده یا باز شده؟ خیلی برای من سوال مهم و کلیدیه این چیزی که گفتی. حالا من از آخر شروع میکنم، یعنی ببین من فکر میکنم برای اینی که کسی که قربانی بوده توی یه پروسه‌ای، دو تا عامل به طور کلی میشه گفت تو سخن به سخن آمدنش نقش داره. یکی توانایی‌های درونیشه، یعنی میزانی که صدمه خورده تا چقدر شکسته شده تون، و متاسفانه در رابطه با ایرانی‌ها ولی در رابطه با خیلی کشورهای دیگه من اینو دیدم، معمولا 90% کسایی که شکنجه شدن از هر طیفی حرف نمیزنن. ما اگر درصد نگاه بکنیم کسایی که صحبت میکنن، مثلا درصد کتابایی که به شکل خاطره نوشته شده یا تو مجالس اومدن و در مورد گذشتهشون حرف زدن، شاید 1-2% هم نباشه. خب این آسیب ها در حقیقت شکنجه امکان داره در ابتدا هدفش به حرف آوردن زندانی باشه، ولی شکنجه سفید در نهایت هدفش ساکت کردن قربانیه، و برای همین یعنی شکنجه هم واسه همین یه پروسه فرهنگ زداییه، یعنی تو رو فقط با گروه های اجتماعیت رابطه تو قطع نمی کنن، تو رو حتی احساس تعلق تو به نوع انسان قطع میکنن، یعنی فکر میکنی که تو حتی دیگه به نوع بشر تعلق نداری. خیلی کسایی که حالا از کشورهای مختلف شکنجه شده من تو محل کارم میبینم، یکی از حرفای اساسیشون اینه که از وقتی این اتفاق برای من افتاده من تبدیل شدم به یه آدم دیگه. بزرگترین خواستشون هم از روان درمانگر اینه که زندگی گذشته منو به من برگردون. خب و
احساس میکنن که شدن یه موجود دیگه‌ای و رفتاراشون تو رابطه زناشویی، تو رابطه با بچه‌هاشون، تو رابطه با همسایه‌هاشون، تو رابطه با همکاراشون گاهی اوقات برای خودشون انقدر عجیب و غریب میاد که واقعا خب برای اینکه بتونه صحبت بکنه این پلو باید یه جوری برداشت، یعنی یه سری آمادگی‌هایی لازم دارن و بحث روانشناسیش من فکر می‌کنم خیلی مهمه که نباید در تنهایی با این وقایع موند. میتونه این حتی مثلا خشونت خانگی هم باشه که وقتی شکل تروما پیدا میکنه، ولی هر چیزی که تروما میشه دستگاه هاضمه روان دیگه قادر به جذبش نیست و تا وقتی جذب نشه مثل یه سیاه چالی توی روان باقی میمونه که روی همه ارگان‌های دیگه به یه نوعی تأثیر میذاره که گاهی موقع خود طرف امکان داره ربطشو نفهمه، میگرن‌های عجیب غریب یا نمیدونم کاهش شدید میل جنسی یا خشونت کردن نسبت پرخاشگری نسبت به دیگران. ولی این کار بسیار دشواریه، یعنی یک فرهنگ باید ایجاد کرد برای مسئله روانشناسی، برای اهمیت درمان، اصلا سخن گفتن با دیگری چه فایده‌ای داره. این به حال تو فرهنگ ما خیلی چیز پذیرفته شده ای نیست. من میام پیش شما دفعه پنجمه، شما فقط با من حرف میزنین، نه دارویی میگین نه میدین نه میگین مشکل من چیه، خب که چی آخر سرش؟ اینه یه انسان غربی شخص این سوال رو نمی کنه، برای اینکه توی فرهنگی زندگی میکنه که تا حد این آموزش ها وجود ده. اما مشکل اساسی به نظر من برای اینکه یه قربانی به حرف بیاد، مشکل اساسی فرستنده نیست، گیرنده است، یعنی ماها. برای اینکه یه قربانی بتونه صحبت بکنه ما باید آماده گوش دادن به صحبتاش باشیم. مثلا یک تواب خب برای اینکه بتونه سخن بگه باید احساس بکنه که ماهایی که داریم، چون اومدن از اون تجربه صحبت کردن درست مثل لخت شدن. کسی که شکنجه شده احساس گناه نمیکنه، احساس شرم میکنه، یعنی تحقیرش کردن و احساس میکنه با بازگو کردنش دوباره داره تحقیر میشه، حتی به کلام آوردن اون. خب این احساس شرم در که انگار هیچ چیزی نیست که دیگه ازش حفاظت کنه و خودشو داره در معرض نگاه دیگری میذاره، کافیه که شما یه خورده تو رفتارتون باهش نامیزون باشه یا احساس بکنه که سری خودشو چیکار میکنه به روی دنیای درونش. تنها راه حفاظت از خودش دوری از دیگران. آدمای فوق العاده منزوی میشن. خب ما گذر از مسئله قهرمان، چون تواب ضد قهرمان دیگه و قهرمان و ضد قهرمان یه مجموعه که با هم هن. یه پکیجه، نمیشه انتخاب کرد قهرمان رو نگر میداریم ضد قهرمان. ما باید از مرحله قهرمان و ضد قهرمان وارد مرحله قربانی بشیم. یعنی این اصلا اهمیتی نداره. به خاطر چی؟ اونم به خاطر یه امر خیلی ساده. من الان 12-13 ساله دارم با قربانی های شکنجه کار میکنم، انواع اقسامش هم دیدم، مدل روسی شو دیدم، مدل افریقایی شو دیدم، مدل جمهوری اسلامی شو دیدم. و واقعا صادقانه بهتون بگم هیچ انسانی اگر بخوام بشکننش نمیتونه مقاومت کنه. یعنی این تصور که انسانهایی وجود دارن، خب این اصلا به معنای بیارزش کردن کار اونایی که مقاومت کردن برا من نیست، نمیخوام اونو بیارزش کنم. اما اینی که ما فکر بکنیم که آدمهایی بودن که میتونن تحت هر شرایطی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودآگاهی ما تمام روان ما نیست. یعنی انقدر الان مکانیزم که همشون دیگه الان استفاده میکنن، تمام سازمان‌های امنیت، انقدر مکانیزم‌های روانی، یکی باید براشون ارزش داشته باشه، دانششو داشته باشن و از همه مهمتر وقت داشته باشن. اگر یه نیروی اطلاعاتی این ستا رو داشته باشه،
هر انسانی رو میشه چیکار کرد. پس ما به جای اینی که طرفمون قربانی باشه باید رومون رو به اون سمت بگردونیم، اون کسی که این کار رو میکنه. خب اگر به تواب به عنوان قربانی نگاه بشه، یعنی اولین چیز همینه که این اسم رو از روشون برداریم. من دو تا تالا شهادت دیدم، یکی یه خانومی که توی کانادا به انگلیسی در مورد تجربهش نوشت که متاسفانه حتی از جانب برخی از زندانیان سابق برخورد فوق‌العاده بدی باعث شد. اصلا خود اینی که اون به انگلیسی نوشت جالبه، یعنی مخاطبش ما نبودیم. اون تو شرایط کانادا احساس کرده بود که میتونه از این تجربهش صحبت بکنه، ولی خب خیلی از ما انگلیسی بلدیم، کارش نمیشه کرد. خیلی باش یعنی برخورد زشتی شد. یکی دیگه هم تا اونجا که من دیدم و دنبال کردم، یکی دو بار توی همین جلسات تو همین آلمان و توی شهرهای دیگه، کجا؟ شرکت کردن، اونجا شهادت دادن. ولی از یه طرف دیگه من مثلا روانشناس یا همه ما به عنوان شهروند باید اینم به خودمون بگیم، تا وقتی قربانی حرف نزنه همه صحبتایی که ما در موردش میکنیم فکرای ماست. اون موقعی میشه فهمید چی کشیده، اون موقعی میشه فهمید که شرایطش واقعا چی هست که شروع به سخن گفتن کن. پس ما مجبوریم حالا به هر حال در موردش صحبت کنیم. من هم یه چیزایی میگم همینجوری رو تجربه های خیلی محدودی که فرض کنیم با چند تا فردی که تواب بودن داشتم، ولی چیز خیلی زیاد، یعنی تا وقتی خود قربانی صحبت نکنه اطلاعات ما خیلی ناقص میمونه و ما نیاز داریم که اون صحبت بکنه. یعنی قضیه رو هم نباید فقط اینجوری دید که ما داریم یه خدمتی به اون میکنیم که اون رو اجازه بهش میدیم که با ما صحبت بکنه. ما برای اینی که بتونیم از این مشکلات بگذریم، ما برای اینی که بتونیم خودمونم بشناسیم همزمان، نیاز داریم که این افرادی که توی زمینه‌های مختلف هم اونجا اون مسائل رو کشیدن، هم اومدن خارج از کشور و اینجا هم حتی اون احساس امنیت رو تو روابطشون با ما ندارن، یعنی یه چیز کاملا متقابل این گفتگو. یه بخش اول هم بله کتاب رو میگی، بعد آمینم گفت که مبارزه با این خشونت یه بخشیش سلب معنا از خشونت، درسته؟ ولی آن یه بخش دیگه هم وجود نداره، میگه که رشد همدردی یا امپاتی تو جامعه فکر کردن به موضوع خشونت باشه که برمیگرده به خود آدم، برمیگرده به مسئولیت شخصی آدم در مقابل دیدن این خشونت. دقیقا، یعنی یکی از حساس کردنه شهروند به مسئله خشونت، یکی از مکانیزم‌های مهمش احساس همدردی. اما انسان حالا متاسفانه خوشبختانه اینجوریه که تا بین خودش و طرف مقابل نقطه مشترک نبینه احساس همدردی نمی‌کنه. یعنی باید یه طوری اون فرد رو تعریف بکنه که بهش شبیه. وقتی که تو در حقیقت حکومت مثلا تمامیت خواه چیکار میکنه، یا حکومت نازی برای اینکه بتونه 6 میلیون یهودی رو از بین ببره، یکی از کارهایی که میکرد این بود که یهودی رو آنچنان به موجودی تبدیل بکنه که یه آلمانی هیچ وجه مشترکی بین خودش و نسبت به اون احساس نکنه. یعنی یه مکانیزم کاملا روانی، یه جور فاصله گذاری روانی. اگر تو مثل این فیلمایی دیدین، فیلمای مثلا فیکشن الینز رو نمیدونم دیدین، وقتی الینز رو میکشت شما احساس همدردی میکردین باش، ولی به محض اینکه جای الینز عوض میشد و اون هنرپیشه قشنگ امریکایی جاشو میگرفت، چون فیلم ترسناک اینجوریه، شما اگه یه فیلم ترسناک بسازین دو تا موجود فضایی که هیچ کنونشون به ما رب ندارن هر جور هم همدیگر رو بکشن، شما نمیترسین. از وقتی میترسین که یکی از اونا احساس میکنین که شباهت داره به شما،
اون موقع چون خودتون رو با اون همانند سازی میکنین، یعنی یهو این احساس که منم میتونستم جاش باشم، از اون لحظه است که همدردی چیه؟ ایجاد میشه. یعنی خود پروس، اما شما وقتی یه جامعه میسازین که مردها از زنهاش اونقدر بیگانه هن، وقتی مردها سکوت میکنن در رابطه با خشونتی که به یک زن میره، یه بخشش همون خشونت پنهانه، یه بخشش از این زاویه که تو میگی نداشتن حس همدردیه. چرا؟ برای اینکه توی جامعه زندگی کردن که این دو جنس رو انقدر متضاد تعریف میکنه. اصلا مردانگی تو جامعه ما اولین تعریفش هر چیزیه که زنانه نباشه. وقتی یک پسر با این احساس بزرگ میشه که تو نباید گریه کنی چون دخترها گریه میکنن، تو نباید احساسات تو نشون بدی چون زنها احساساتی هن، تو نباید به دیگران وابسته باشی، تو حس همدردی رو نسبت به این از بین میبری. مخصوصا بعد محیطش هم جدا میکنی، چون رابطه داشتنم میتونه به مرور اون حس. آندره مالرو میگفتش که تن بزرگترین مبارزه با آنتیسیمیتیسم ضد یهودی اینه که شما با یهودی آشنا شی. به محض اینی که تو به جای اینکه یه مفهوم بذاری یهودی، ببینی اسمش مثلا الکس، دو تا بچه داره، از همون جای امکان داره خرید میکنی که تو خرید میکنی، امکان داره خیلی علایقش هم شبیه تو باشه، اون داستان. پس باید اینا رو از هم اولا جدا کرد. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید برعکس ارتباط برقرار کنیم. ما همه اون جاهایی که اون خشونت برای اینکه بتونه اعمال بشه باید ما رو از هم جدا نگه می‌داشت، مثلا مثل بهایی. و یعنی واقعا ما تو جامعه زندگی کردیم، نمیدونم حالا ایرانی‌ها که میگین هر کسی تو کوچه‌ش یکی دو تا بهایی به هر حال میشناخته، ولی هیچ رفت و آمدی، یعنی هیچ شناختی یا با یهودی یا با، تنها راه اینه که با آدم متفاوت. و این اگه ما حالا بیاریم توی این بحث امروز که خیلی صحبتشو میکردی، توی مشکل اپوزیسیون الان چیه؟ اینه که آدم‌های متفاوتی که تفاوتشون به سال 57 برمیگرده حاضر نیستن امروز سر یه میز با هم بشینن، در ضمن اینی که هدف مشترکی دارن. خب یه دلیل اینی که نمیشینن اینی که تمام این سالها اینا اصلا همدیگر رو ندیدن. یعنی من مطمئنم اگه مجبور میشدن توی جاهایی یه خورده با هم رفت آمد بکنن، و تا وقتی که تو تفکر خودشون همش دنیاهاشون رو کاملا جدا نگه دارن، هیچ امکان نزدیکی نخواهد. بخشی از روشن فکران اون هنر غیر متعهد رو اصلا به حساب نمی آورد، و به خاطر همین راهی برای پیشرفت یه هنر حالا نمیان مستقل خود مختار یا خود بنیان توی جامعه ایران خیلی کم بود. ببین من اینجوری میتونم بگم که تو دنیای مدرن اگه نگاه کنیم، خب یکی از مهمترین کارکردهای هنر، هنر مدرن در حقیقت چیه؟ آوردن مسائل مربوط به امور خصوصی در فضای عمومی. مثلا رمان در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد عشق که باید توی فضای خصوصی میموند. خب در مورد روابط عاطفی صحبت میکنه، در مورد انسان فرانسوی صحبت نمیکنه، در مورد کریستوف صحبت میکنه و ایزابل، یعنی امور فردی. هنر مدرن رابطه بین فضای عمومی و فضای خصوصی رو برعکس کرد. خب و این تو جامعه غرب یه اتفاق فوق العاده بزرگ بود، ولی هنری بود که اساس خود برای اینکه بتونه این کارو بکنه باید میرفت به سمت تجربه فردی، تجربه فردی هنرمند که منعکس میشه. چون به محض اینی که ایده
مثلا ایده میتونه این باشه که فرض کنید من یه نمایشنامه‌ای بسازم ضد راسیست، میتونه یه ایده، نمیگم که نباید کرد، اما هنر مدرن اون مسیری که طی کرد این بود که به میزانی که شما به یه ایده نزدیک میشین شما از تجربه فردی دور میشین، به یه رسالت نزدیک میشین، به یه گروه، به یک ایده نزدیک میشین که حتی پیش از شما وجود داشته. خب اما وقتی هنرمند مدرن اومد بحث خود بنیادی هنرمند رو مطرح کرد، اساس گذاشت رو چی؟ یک که من میخوام از خودم حرف بزنم، قلبش اصلا مهم نبود که هنرمند، میگم حتی تابلوش امضا هم نمیکرد. خب و یه شخصیتی کم کم تو غرب ایجاد شد به اسم هنرمند که اینم تو قرن 19 و ایناست که شکل میگیره این پدیده، و حالا هم توی محیط نقاشی هم توی محیط رمان و اینا. اما کارکردش چی بود؟ کارکردش این بود که در مورد تمامی اموری که در فضای عمومی نمیشه ازش صحبت کرد، یعنی امور خصوصی، جامعه ما الان اینجوریه دیگه، جامعه ما کلی مفاهیم فرهنگی داریم برای اینکه مسائل خصوصیمون رو بیرون نیاریم. یکیش آبروه، آبرو خیلی جاها دست بال ما رو میبنده. خب تعارف دیگه، تعارف تا اونجا میره که من خودم دارم دعوت شدم خونه دوستم، شما رو میبینم خونه خودم دعوت میکنم، یعنی اصلا بین اون چیزی که من هستم و بین اون چیزی که به نمایش در میارم اون فرهنگ میخواد که یه جدایی کامل باشه. هنر مدرن اومد گفتش که باید این تجربه درونی باید بیاد تو فضای عمومی، و هنرمند تونست این کار رو بکنه و این خیلی اهمیت داشت. اگه هنرمند نبود روانشناس نمیتونست به یکی بگه بیا بشین جلو من تو فضای عمومی بدون اینکه من عضو خانوادت باشم، بدون اینکه من نمیدونم دوستت باشم، بدون اینکه بپذیرم حتی تو به من بگی تو به جای شما، از زندگی خصوصیت صحبت کن. این مسیر باید باز میشه. خب این تجربه ولی حالا سر اینی که آیا اجتماعی هست یا نه، همین بحث هنر غیر متعهد که خیلی بد باش رفتار میکردن، برای من نمونه هاش از بعد از جمهوری اسلامی، یعنی نمونه هاش در قبل از انقلاب، به نظر من دو نمونه خیلی مهمه، یکی هدایت، یکی نیما. هدایت در بیان تجربه فردی، خب یعنی نگاه مثلا نیما به طبیعت خیلی تعیین کننده است برای نیما تا شعرهای قدیم، و اینی که شعرهای قدیم نگاهشون به طبیعت چی بود، باید با تاریخ و با دنیای ایده ها که توش بزرگ شده بود می برید تا یه جایی بده به تجربه‌ای که خودش به عنوان یک کسی که در شمال ایران زندگی میکنه و یه رابطه خیلی خاصی با طبیعت داره به وجود بیاد. به قول ژیل دولوز فیلسوف فرانسوی میگه که معمولا در مورد هنرمندا میگن که هنرمندا دچار استراب صفحه سفیدن، وقتی میشینن ساعتها که چی میخوان بنویسن روش. دولوز میگه که نه، هنرمندا مشکلشون با صفحه سفید نیست، هنرمندا مشکلشون با صفحه پره. انقدر کلیشه فکری تو ذهنشون هست، انقدر چیزهایی که بر اساس اولین کاری که یه هنرمند بکنه وقتی رو کاغذه اینه که همه اونا رو بشکنه و بریزه دور. همه اونا رو که شکست، یعنی همه اونایی که بهش رسیده، خود بنیادی اینه، همه اونایی که این، حالا مثلا تو کار سزان، تو نقاشی سزان وقتی میخواد توضیح بده بر اساس نوشته های خود سزان، که سزان میگه من وقتی به طبیعت نگاه میکنم ساعتها خیره میمونم تا یک لحظه همه چی، تمام اشکال هندسی فرو میریزه، همه اون چیزایی که چشش بر حسب عادت میبینه، و بعد یک سری رنگ ها و یک سری شکل ها از هیچ میاد بیرون. و معتقد سزان این مهمه، این سمبولیسم و درونگرایی نیست، معتقد اون چیزی رو که میبینه میکشه، چشاش هم قرمز میشد. و حتی الان تونستن نشون بدن که چون الان تشخیص دادن ناراحتی چشمش رو تو آخر عمرش، که به خاطر ناراحتی چشمش
یک سری رنگا رو به سمت یک سری رنگای خاصی رفته بوده. یعنی هم رو مشاهده گری یه نقاش خیلی تاکید داره، یعنی من خودم اون چیزی رو که میبینم نظر میدم، اینی که به من یاد بدن یا بخوان به من. ولی این نتیجهش تو جامعه ما شد هنر غیر متعهد، یعنی خود بنیادی هنر پذیرفته شده نبود. الان تو دوره ما هنرمند خود بنیاد که اصلا با اون تصویر نمیخونه که اونا میگفتن، مثل براهنی در مورد سهراب سپهری میگفت چی چی اشراف زاده مثلا، کیارستمی، آیا میشه گفت کیارستمی هیچ چیز اجتماعی نداره؟ کیارستمی خیلی مسئله اجتماعی داره، ولی بر اساس تجربه فردی خودش، بدون اینکه من و شما بخوایم بهش بگیم چه ایده‌ای رو تو باید بیاری، یه سری مسائل عنوان میکنه. خب یا اسخر فرهادی یا کاهانی مثلا تو سینما، اینایی که فاصله گرفتن، درسته پیام به اون شکلی که ما در موردش فکر میکردیم، اما از اون از زاویه دیگه جالبیش اینه که با خودشون یه سری مفاهیم جدید میارن. یعنی خلاقیتشون فقط تو کاری که ارائه میده نیست، بلکه نوع نگاه ما رو به واقعیت تغییر میدن، یعنی نوع رابطه ما رو با پیرامون خودمون. حالا این چه بلایی تو جمهوری اسلامی سرش اومده، از اونجایی که فضای خصوصی، چون با بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی با هنر متعهد چپ تو ایران نیست، با هنر مستقل، با هنر کیارستمیه، با هنر فرهادیه. اینو نمیدونه چی کارش کنه، چون میگه که من تو میدون سیاست اصلا من با تو درگیر نمیشه، یعنی یه جوری وارد بحث سیاسی مثلا تحمین میلانی نیست، مثل بیزایی نیست مثلا، فرض کنید. خب اما همین انکار حقیقت حکومتی، یعنی اون چیزی که اون میخواد، اون پیامی که اون میخواد این ناقل باشه، برای حکومت نمیتونه راحت بزنتش مثل یک هنر متعهد مثلا غیر حکومتی، و نمیتونه یه جوری باش کنار بیاد. خب مجبور انواع و اقسام، مثلا توی آخرین فیلمی که، نه قبل از آخرین فیلمی که ساخته بود، من یکی دو تا مقاله خیلی هوشمندانه از حزب الله دیدم، خوب جای دست گذاشته بودن، یعنی او خطری رو که احساس میکردن و گفته بودن توی این مقاله، یکیش همین قضیه بود، ایجاد تردید. اصلا کار هنر ایجاد تردیده، به جای به وجود آوردن یقین، از اونجایی که یک دین نیست، یک ایدئولوژی نیست، مدام ما رو داره با یه واقعیتی روبرو میکنه که اون واقعیت رو اون کلیشه‌های با کلیشه‌های ذهن ما اصلا جور در نمیاد. اگه سوالی یک سوال دیگه هست میتونیم، ولی اگر نه بگو. زندان سیاسی سابقا همه بودن. توابی هست که همکاری میکنه در لو دادن. همکاری، توابی هست که شکنجه میکنه دیگه. ولی من میتونم به سوال خودم، در مورد اسیدپاشی اشاره شد، ولی متاسفانه با صحبتهایی که رفیقم دوستم خسرو کرد، ابهاماتی برای ما وجود اومده که برگشت به سیر شریعتی به دیگر. ما همکنون ایران میکنیم فقط اسید پاشی شامل مسئله ایدئولوژیکی و حکومتی نیست، اون قسمت اولی که شما میگفتید، اونجایی که تو اشاره کردی به نفرت، ما نفرت چنگانه داریم. وقتی به نگاه میکنیم اسید پاشی هم ریشه اسلامی داره، ایدئولوژیکی داره، وقتی میپاشن به خاطر بد ایجابی میبینه اسید پاشی توسط شخص عاشق هم انجام میگیره. این شخص عاشق فقط این نمی‌بیند که باید برای بدحجابی، بلکه ضد زیباشناسی حرکت می‌کنه. زیبایی که در نظر اوست مثل
شیرین خسرو ممکنه باشه یا لیلی زلیخا، زیبا هم نباشه ولی برای اون زیباست. من هم اون شروع میکنم اسیدی و صورت آیا این و اینها رو همه رو باید اتران هم دید؟ یا اینکه این نوع نگاه اسید پاشی خود به خود نگاه های مختلفی داره به روان پریشی در درون اون فردم وجود داره، فقط نگاه ایدولوژیکی نیست. ما همزمان در مورد دیگری اشاره کردیم به خودزنی، حال نام میبریم در درون سازمان های سیاسی، اشاره شد به دو سازمان دوره پنجم، مجاهدین و فدایان. ما دیروز با 25 سال فتوشی هما دارابی استاد دانشگاه باز جبهه ملی ملت ایران همکار پروانه فروتن اون دست به خودکشی زد. می نویسد خود فلسوف روحر می نویسد که اعتراض به حجاب اجباری. نگاه نمی کنیم که این خودکشی خود به خود یک نوع از سازمان دیگری وجود داشته با نگاه دیگری که اصلا خودزنی رو خواهد داشته. هیچ کس نگاه نمی کنه به رمان پریشی درون خود هما دارابی. فقط ما میاییم ادعاد سیاسی اون رو عمده میکنیم، میگوییم و ضد حجاب خود را کشتیم. و اشاره به شما که کردیم فقط به سازمان هایی که دست به اسلحه میبردن یا در محیط خصوصی خودشون خود را حبس میکردن و محیط اجتماعی بیرون رابطی نداشتن. نمونه شما من دارم اشاره به هما دارابی. نظرت را دارم در ارتباط هما دارابی؟ اشخاص نیست هما دارابی. این نوع که چیزی تعریف تو این نوع رو چیزی تعریف میکنی که من بدونم تو چی فکر میکنی؟ اشاره کردی که تو اشاره کردی به تو سازمان مجاهدین خلق و سازمان شرکای فدرال خلق میزنم که در دونه خوش خلق رو که آوردی امرته فدایان خلق، یعنی خودش بازم ارتباط میدم با بیرون، یعنی درونی نیست، یعنی بیرون رو میبینم ولی خود را فدا میکنم. این یه نگاه دیگری هست از راز روانشناسی به نظر من که خود فدا کردن، ولی نگاه فقط به این نیست که نگاه در خود را در حصار خانگی انداختن بلکه به بیرون هم دست نگاه دارن که خلق یک نگاه دارن نگاه خودش. ولی یه سازمانی که توادارش از قدیم سابقه سیاسی داشته همکار فروحرفا بوده در 25 سال پیش دست به خودکشی میزنه، دست مردودی میتونیم بکنیم به سازمان های غرامیز، سازمانی که ارتباط به قول تو داشته با بیرون، سازمانی که به اصطلاح خود را دموکرات یا لیبرال یا همیشه دیگر فاره در یک پنجه داشته مقدر در چه داشته. این رو چگونه میبینیم و چرا ما از اون به عنوان رحمان میسازیم مان دارابی ها رو؟ نمونه دیگری هم داشتیم، پسر اندیشمند ما در امریکا که خودسوزی کرد در دور سازمان ملل متحد در دور 27 سال پیش به خاطر سفر خامنه‌ای و دور سازمان ملل. اون یه نگاه دیگر داشت. ما فقط نمیتونیم بگوییم که این فقط ایدئولوژی و نگاه است، بلکه اون به اون درون خودش زمانی میرسد که خود را بسوزونه، فرق میکنه با نگاهی که یک نفر در این سازمان خود فدا میکنه. این نگاه میکنه. ببین حالا مسئله هما دارابی به هر من اطلاعات کافی در مورد اگه بخوایم بحث رو اون متمرکز نکنیم، ولی تفاوتی رو که میخوای من متوجه میشم. چیزی که تو میگی یه کسی که توی شرایطی دست به این اقدام میزنه مسائل شخصی هم شخصیتی هم گذشتش هم تأثیر میذاره که درسته. حالا چند تا بحث هست. یکی این بحث هست که ببینین مثلا فرض کن خب که برای من قابل تأسف، برای من قابل تأسف، منظورم این نیست که نمیتونم بفهمم اون آدم ها، چون آدم تو شرایطی که قرار داشته به حال یه منطقی رو داره، ولی کسی از زندگی خودش بگذره به خاطر به هر حال اون فشاری که روش، یا میتونیم اینجوری فکر بکنیم که اون آدم به کجا رسیده، یعنی به کجا رسوندنش برای اینکه یه همچین رفتاری رو از خودش نشون بده، یا مثل بودایی ها که مثلا تو جنگ ویتنام خوشون آتیش میزدن مثلا زنده. ما به هر حال شواهد زیادی از این که بیشتر نشانه احساس یه نوع طغیانه ولی همزمان یک نوع ناتوانی مفرط، یعنی فرد وقتی با کشتن خودش یه پیامی رو میخواد برسونه باید خیلی وضعش بد باشه.
اما این قابل مقایسه نیست با گروه‌های سیاسی که من ازشون اسم بردم، برای اینکه اون گروه‌ها از خشونت به عنوان یه ابزار به شکل عقلانی افرادی نبودن که توی این حالات بخوان دست به این کار بزنن. خب یه تفکری داشتن، یک ایدئولوژی داشتن که اون نتیجه منطقیش این بود که از یک سمت این تفکر مدرن بود، یعنی انسان سنتی هیچ وقت نمیتونست اصلا به این فکر برسه که میشه هویت رو به کل منقلبش کرد، بازسازیش کرد. اما از سوی دیگه یه بازی همین فکر میکنم یه بومن، یه جامعه شناسه که در برای توضیح نازیسم از مدرنیسم ارتجایی صحبت میکنم، ظاهرا متناقض به نظر میاد. از یک سو نظرش اینه که نمیتونیم بگی اینا مدرن نیستن، نظام نازی اگه ما تو دوره مدرنیته نبودیم نمیتونست پدید بیاد، جمهوری اسلامی هم همینطور، سازمان مجاهدین و فدایان هم همینطور. خب اما مدرنیسم اینا ارتجایی بود، یعنی بر علیه سیستمی میجنگیدن که از اون سیستم به مراتب عقبتر بوده و یک بخشی از اینا به قدرت رسیدیم، به تجربه هم این عقبتر بودن رو دیدیم. خب حالا اینی که تو میگی ارجاع میدادن اینها به خلق، هم مجاهدین هم فدایی ها، خلق یه مفهوم انتزاعی بود. یعنی چی؟ اتفاقا خودشونو همه جا هر دوتا از یک طرف تمامی اتوریته های مشروع رو نفی میکردن، این اتوریته ها میتونن احزاب سیاسی قدیمی باشن، حزب توده و جبهه ملی و اینا، میدونیم نگاهشون به اینا چی بود. از طرف دیگه این نگاه رو به سیستم حکومتی داشتن، اون اتوریته هم به هیچ وجه. خب و پس بعد یه اتوریته رو میپذیرفتن، این اتوریته کی بود؟ این اتوریته خلق بود. چجوری مشروعیت میدادن به خودشون؟ خودشون رو فرزندان اون خلق مینامیدن. خب این خیلی جالبه، رابطه خانوادگی ایجاد کردن با، یعنی ما با یه حکومتی طرف بودیم که شاهش فکر میکرد پدر ملته، با گروه های سیاسی طرف بودیم که فکر میکردن که بچه های ملته، یکی بهش میگفت ملت و یکی بهش میگفت خلق، ولی هر دو از این طریق مشروعیت میخرید برای خودش. یعنی خلق انتزاعی فدایی خب خلقی بود که این به جهت فرزند بودنش میتونست اونو نمایندگی کنه، هیچوقت نرفته بود نظر اونا رو بپرسه. این عین این مشکل رو روشنفکر ایرانی هم داره، روشنفکر ایرانی همیشه فکر میکنه که به نام مردم داره با قدرت حرف میزنه، اما کجا مردم این نمایندگیشون رو به روشنفکرهای ما دادن؟ یعنی روشنفکرهای از آل احمد به بعد رو میگم که داستانش تا همین امروز ادامه داره. خب و فکر میکنن که تو همه شرایط، یعنی روشنفکری ما که اینم جز بشه، خب یعنی فدایی، مجاهدین، روشنفکرهای ما، بسیاری از هنرمندهای ما و خمینی، اینها یک سری مسائل کاملا مشترک و یکسان با هم داره. خب این تعریف روشنفکری تو جامعه ما چی بود؟ گفتن حقیقت به قدرت به نام مردم. از یک سو فکر میکردن که حقیقت رو دارن، از یک سو فکر میکردن که نماینده مردم هن، و اینو به کی ابلاغ میکردن؟ خب البته این میگم اون موقع سیمین دوبوار هم فکر میکرد حقیقت فقط یکیه، یعنی گرایش هم و اینها دنبال اون پرسونجی بودن که سارتر رو، سیمین دوبوار رو این، ولی این داستان اینجا خیلی وقت تموم شد، این داستان روشنفکری به اون شکلی که آل احمد پایه هاشو ریخت و، یعنی اینا چیکار کردن؟ بزرگترین صدمه ای که این گروه های سیاسی روشنفکرای ما زدن اینه که شخصیت آدم رو وارد حوزه سیاست کردن. چه اهمیتی داره برای من
که یه نویسنده شخصیتش چه تو خونش چیکار میکنه، چه اهمیتی داره که، یعنی از یه ور پیام هنر بود، از یک ور رسالت روشنفکر، و روشنفکر باید با پیامی که میداد میخوند، یعنی یه جوری زندگیش و مرگش خب باید، و ما مجذوب این شخصیت ها میشدیم. یعنی به جای اینی که فکر بکنیم رو حرف آقای آل احمد، برای اون مهم بود که مثلا ایشون چه، یا به جای اینکه به مفاهیم سیاسی فدایی فکر بکنیم، به این قهرمانی سیاهکلش فکر، ما هنوز سیاهکل رو داریم خب اینو باید از خودمون سوال کنیم با این تناقضا، یعنی تو چطور میتونی هنوز خب به یک، یعنی به یه نوع تفکر، مسئله فقط ارقه، برای چی؟ هنوز به خاطر اینکه رابطه ما با اونا رابطه عقلانی نیست، رابطه عاطفیه، و درست مثل فرزند و خلق، وقتی تو رابطه عاطفی داری کافی نیست به این نتیجه برسی که اون اشتباه بوده، نمیتونی ببری. خب میگه آره اون مفاهیم رو من دیگه قبول ندارم فلان اینا، ولی همچنان خب اون نوع رابطه عاطفی تو سیاست ایجاد کردن، یکیش از طریق شخصیت سازی بود، نهایتش خمینی بود. آیا این به نفع سیاست و جامعه است؟ یا اینی که بگیم آقا شخصیت تو مسئله توه، تنها چیزی که از تو برای من مهمه تو فضای عمومی و توی سیاست فکر توه، فکر تو با استدلال بذار رو میز، اینی که اون پشت چند تا زن داری یا نمیدونم دو ماه زندان بودی یا به هیچ کسی ربط نداره. یعنی از اون طرف آدم ها هم باید بتونن فضای خصوصی زندگی خودشون رو داشته باشن. من خیلی پرحرفی کردم، مرسی از صبر و تحمل شما، دوباره تشکر میکنم، مخصوصا همونطور که در ابتدا گفتم از انجمن رهاورد که این امکانو قانون. از کانون رهاورد که این امکانو برای چندمین بار به من داد که من بیام اینجا و بتونم با شما گفتگو داشته باشم. همیشه واقعا هم کسانی که شرکت کردن هم خود این برنامه گذاران خیلی عالی و به خوبی، در حالی که در مورد مسائلی گاهی موقع صحبت میکنیم که میتونه به هر حال یه مقدار مشکل‌زا باشه، از طرف دیگه در یه مسئله مهمم اینه که ناشر من الان اینجا حاضره، آقای فرزاد سیفی‌کارا، و واقعا من شخصا یعنی به هر حال نویسنده خیلی وابسته است هم به ناشر هم به رسانه، من شخصا از کاری که ایشون ارائه دادن، کیفیتش و مخصوصا توجه و گوش شنوایی که نسبت به نویسنده دارن، که من اینو خودم با ایشون تجربه کردم، بسیار قدردانم و خیلی خوشحال شدم فهمیدم شما امشب میایین و اینجا حضور دارین.